ساعت 6 است. سلام عرض می کنم به تمام حاضرانی که از زوم و از فیسبوک با ما همراه هستند. اینجا امروز در خدمت مهدی شادل عزیز هستیم از دانشگاه لایدن در بلده طیبه دانشگاهی لایدن در کشور هلند. مهدی شادل امروز با ما درباره تحولات اسلام شناسی صحبت خواهد کرد. من زیاد وارد جزئیات تعارفات نخواهم شد به خاطر اینکه وقت شریف شما رو گرفته نگیرم. اینجا بیوگرافی مهدی شادل رو میبینید، در زمینه تاریخ کار کرده است و آثار علمیش رو هم میتونید دنبال کنید با گوگل کردن، البته با دیدن بیوگرافی که در صفحه ما موجود است. من پیش از اینکه صحبت را آغاز کنم توضیح بدم به حاضرانی که در زوم حضور دارند که اگر سوالی میخوان بپرسن در اون قسمت پایین زوم یه بخشی هست برای پرسش و پاسخ Q&A. اونجا سوالتون اگر بنویسید بعد من میتونم به شما اجازه بدم که میکروفونتون رو باز کنید و تصویرتون رو باز کنید و سوالتون رو بپرسید. خب من یه مقدمه عرض میکنم اینجا و بعد از این میدان رو واگذار میکنم به آقای مهدی شادل عزیز. ما وقتی که امروز در قرن 21 از اسلام شناسی صحبت میکنیم به یه تعبیری داریم از بیش از 3-4-5 قرن در واقع تحولات اسلام شناسی صحبت میکنیم که دیگری ها، این دیگری یعنی غیر مسلمان ها، شروع به مطالعه مسلمانان کردند و کشورهای مسلمان و ادیان و دین مسلمانی و مذاهب مسلمانی و فرهنگ مسلمانی با تمام فروعی که دارد. و به گزاف نخواهد بود اگر ادعا کنیم که در روزگار مدرن عمده کسانی که اسلام رو مطالعه کردند از میان خود مسلمان ها بر نخواستند و ما یک سنت ستبر و بزرگ اسلام شناسی داریم که به یه معنای ذیل تعبیر شرق شناسی گنجانده می شود. همه شما با بحث های ادوارد سعید درباره شرق شناسی آشنایید، نقد های مثبتی که وارد شده، نقد های منفی که وارد شده. بالاخره الان در قرن 21 ما یه درک نسبتا روشنتری از جنبه های مثبت یا جنبه های منفی، بستگی داره از چه دیدگاهی دارید بهش نگاه می کنید، درباره شرق شناسی و میراث شرق شناسی داریم. امروز چنان که بیشتر عرض کرده بودیم از مهدی شادل عزیز خواهیم خواست که مروری برای ما بکند بر تحولات اسلام شناسی. معمولا عمدتا از قرن 20 به بعد از نوشته های گولدزیهر و شاخت به بعد به طور خاص با تمرکز روی تاریخ اولیه اسلام از عصر پیامبر تا اوایل بنی عباس و اواخر بنی امیه. من اینجا واگذار میکنم به مهدی شادل. مهدی اگر لطف کنید تصویر رو هم باز کنیم و جمال مبارک شما رو ببینیم متشکر میشیم و میدان در اختیار شما. داریوشون میگه که شما باید اجازه بدی که من ببخشید. اجازه بدید من باید شما رو کوهست کنم. الان شما باید بتونید بله اول از همه عرض سلام و ادب خدمت دوستانی که امروز محبت کردن، وقت گذاشتن و دارن گوش میدن به ما الان، و دوم متشکر است داریوش جان برای این دعوتت و برای اینکه امروز به قول معروف میزبانی جلسه رو به عهده داری. خب اول از همه حالا چون حالت یک مقدار مصاحبه‌ای هم داشته باشه از کجا دقیقا شروع کنیم؟ خودت اگر موضوعی، سوالی، چیزی رو اگر مد نظر داری، از جای خاصی رو مد نظر داری، از اونجا شروع کنیم یا یک کلیتی اول تصویر کلی به دست بدیم از سرآغاز به قول معروف مطالعه اسلام در غرب؟ از همینجا اگر شروع کنید خوب است. از سرآغاز مطالعه اسلام در غرب اگر شروع کنیم، یه گزارش کلی بدید، بعد می‌رسیم به صحبت های مشخص. خب سرآغازهای مطالعه اسلام در غرب و در اروپا یک مقدار مبهم هستش، مثل خیلی چیزهای دیگه. حالا ما میتونیم چیزی رو که ولی خب ابتداعا بهش اشاره بکنیم به عنوان یکی از سرآغازها،
خب اون بحث‌های جدلی هستش که مسیحی ها، خب اروپا هم اکثرا خب مسیحی بودن در قرون میان اونها، و مسیحی ها چه مسیحی های شرقی، مسیحی های ساکن خاورمیانه و چه مسیحی های غربی، از همون ابتدای امر شروع کردن یک سری نوشتن مطالبی، حالا چه ردیات چه جدلیات و چه مطالبی که حالا خیلی از اینها بعضا جز بوده صورت، حالا یا ظاهرا یا به قول معروف به دو نوع بوده، یک سری در ظاهر امر حالا مدعی می شدن که اینها گزارشات تاریخی در مورد سرآغاز اسلام هستش، در مورد زندگی پیغمبر هستش، در مورد مسئله دیگه هستش، و خب اینها حالت جدلی داشتن. مثلا یک نمونه بارزش، خب توی اسپانیای مسلمان ما یک مثال جالبی هم هست بزنم، یک به قول معروف متن به زبان لاتین داریم از در واقع یک بیوگرافی هست از زندگی پیغمبر که میگه که این پیغمبر مدعی میشه که من فوت میکنم ولی شما ناراحت نباشید، من بعد 3 روز دوباره زنده میشم و اینها و به آسمان رجوع میکنم، که همون یک حالت فوکایی توری از به قول معروف زندگی عیسی داره دیگه، که بعد 3 روز اینها چیز میکنن، میگه که یارانش میان جنازه رو دفن نمیکنن، 3 روز نگه میدارن و اینها، بعد بعد 3 روز که به امید این که به قول معروف پیغمبر دوباره زنده بشه و اینها، بعد میان میبینن که جنازه بو افتاده و حیوانات درنده مشغول خوردن هستن. خب این طبیعتا به قول معروف ما کاری نداریم، حالا چقدر، حالا این بحثیه که جلوتر خواهیم داشتین، چقدر به قول معروف روایت اسلامی که در مورد زندگی پیغمبر ما داریم محل اعتنا دارن. جدای از اون بحث، این یک چیزیه که خب یهو توی به قول معروف قرن 9 میلادی، قرن 8 میلادی، 9 میلادی، یعنی 2300 سال بعد زندگی پیغمبر توی اسپانیا سر در آورده، و ما به طور قطع و یقین میتونیم بگیم که این به قول معروف اونجا یعنی یک شالوده در حقیقتی نداره این متن، این صرفا یک چیز رو برداشتن همونجا تو همون اسپانیای مسلمان عکس و قلب کردن با نیات جدلی، این رو به قول معروف بعد منتشر کردن بین خودشون. یک سری موارد دیگه هم هستن بین همون مسیحیای شرقی ما داریم و مال همون قرن اول، دوم، سوم میلادی هستن که یک مقدار به اصطلاح غربی یا انگلیسی زبان ها ابجکتیو ترن، و مثلا نمونه هاش رو که میشه بهش اشاره کرد، تاریخ معروف به سبوس هستش که یک تاریخی هستش به زبان ارمنی که نوشته یک مسیحی ارمنی هستش، مال همون قرن 7 میلادی یا قرن به قول معروف اول هجری، که یعنی عصر پیامبره، این چند سالی بعدش، این توی سالهای اول خلافت معاویه نوشته شده، یعنی میگه که آخرهای تاریخ، آخرهای این کتاب تاریخ میاد میگه که آره مثلا یه چیزی تو، حالا به زبون خودمونی، همین پیروز هم که این آقای معاویه تاجگذاری کردن و به خلافت رسیدن و اینها، همچین طور. خب یعنی مثلا مال سالهای اولی بعد از به قول معروف اتمام خلافت علی ابن ابی طالب و سالهای آغازین خلافت معاویه هستش، که تقریبا یعنی میشه معاصر با نسل دوم، یک جورایی معاصر با نسل دوم به قول معروف رهبرهای جامعه اسلامی، رهبرهای سیاسی، حالا معنوی به هر معنی کلمه، جامعه اسلامی. و اینها هم یه مقدار خب روایتی که به دست میدن حداقل ظاهر امر در بادی امر ابجکتیو تر به نظر میرسه. اینها شروع کردن نوشتن های اینها و همین نوشته ها، همین نوشته جات همون ابتدای امر راه پیدا کرد به اروپای غربی. حالا اون مثالی که من زدم، داستان لاتین زندگی پیغمبری که مثلا بود، اون باز حالا میتونیم بگیم از اسپانیایی مسلمان اومده بود، یعنی از مسیحیایی که زیر سلطه مسلمان ها زندگی میکردن، ولی توی خود اروپا هم، توی یعنی کشورهایی که حتی حکمرانان و پادشاه ها به قول معروف مناطقی که اونجا مسیحی بودن حکمرانان و پادشاه ها هم، ما یک سری چیزهایی رو داریم که اینها از ابتدای قرن 8 میلادی و یا بعضا همون اواخر قرن 7 میلادی شروع میکنن به ظهور پیدا کردن. مثلا ما یک چیزی داریم، یک مکاشفه ای داریم که این اصلش به زبان سوریانی هستش، به اسم منتسبم هستش به یک فردی به اسم قدیس متودیوس، که مکاشفه از چگونگی پایان دنیا و اینها، که خب آغاز اسلام رو به عنوان سرآغاز پایان دنیا تصویر میکنه، مال اواخر قرن 7 میلادی همون نیمه دوم قرن اول هجری هستش، یعنی پیامبر اسلام رو به عنوان دجال معرفی میکنه.
این تیکش رو خاطرم نیست، اگر بخوام درست یعنی جواب کاملا درستی داده باشم، خاطرم نیست که عیناً آیا پیغمبر رو به عنوان دجال معرفی میکنه یا چیز دیگه. ولی خب اتفاقاتی رو که توی این دوره میافته و بلایایی رو که حالا به زعم خودش به سر مسیحی ها میاد، اینها به نظرش آغازه و حالا مثلا این گروش از مسیحیت به اسلام و اتفاقاتی که میافته نشانه های به قول معروف گمراهی، همون گمراهی مردمی که تا پایان دنیا اتفاق میافته و اینها، که بعد این به زودی ترجمه میشه به یونانی و ما تو ابتدای قرن 8 میلادی، یعنی هنوز 100 سال از زمان وفات پیغمبر اسلام نگذشته، این رو به صورت ترجمه ما به یونانی داریم و بعد هم از این ترجمه های به قول معروف انجام میشه به زبان های دیگه مثل لاتین و بعضا حتی زبان های اصطلاحاً ورنکولر، یعنی زبان های تو بعدتر، حتی مثلا من چیز ترجمه ازش به انگلیسی قدیم هم دیدم که این کلا تو اروپا پخش میشه، خیلی به قول معروف نوشته محبوبی هم بوده، متن محبوبی هم بوده که تو کل اروپا پخش میشه. اما بعد از به قول معروف دوره جنگ های صلیبی و اینا که ما میایم به اون دوره، یه مقدار نوشته های نوشتجات اروپایی های غربی در مورد اسلام یه مقدار خب دست اول تر میشه، اطلاعاتی که داشتن دست اول تر میشه. البته خب باز این رو هم عرض کنم، یکی دو تا مثال جالب رو هم از خاطرم که یک لحظه از خاطرم خارج شد، من این دوتا هم چیز بکنم خدمتتون که ما یکی دوتا مورد هم داریم از به قول معروف زواری که اینها مال اروپای غربی بودن، یعنی مثلا طرف های همون فرانسه و انگلیس و جاهای دیگه فعلی، که اینها توی همون قرن 7 و 8 میلادی سفر کردن به ارض موعود یا همون ارض مقدس یا همون به قول معروف فلسطین خودمون، و توی این سفرهاشون خب چون فلسطین اون موقع تحت کنترل مسلمان ها بوده، یک سری اطلاعاتی در مورد به قول معروف وضعیت اون دوره به دست میدن که آرکولفی نمونهش است یا دیگران، که در مورد مثلا چه میدونم مسجدی که حالا مسلمان ها توی همون به قول معروف بیت المقدس ساخته بودن توی جایی که همون ما چیز رو داریم دیگه، مسجد بیت المقدس رو داریم، این شالوده های اولیش مال اون دور است. این رو یه سری اطلاعاتی در این مورد به ما میدن، اما بعضش اطلاعات دست اول واقعا به اون معنی کلمه اینها آشنایی اولیش مال حالا دوره جنگ های صلیبیه، که باز هم ما به اون صورت تو این دوره هم شاهد اون چنان به قول معروف یعنی مطالعات دقیق و آنچنانی نیستیم. این بعد از عصر رفورمیشن یا همون به قول معروف اصلاحات و ظهور پروتستانتیزم و مسائل مربوط هستش، که یکو به قول معروف توی بخشهایی از اروپا یک علاقه ایجاد میشه، یک فرصت ایجاد میشه برای خیلی از محققان و متعلهین مسیحی که بیان شروع بکنن یعنی به صورت خیلی ابجکتیو تر نگاهی به اسلام داشته باشن، سعی بر این بکنن که نگاهشون به اسلام یعنی بر متکی بر چیز باشه و مبتنی بر نه حالا روایات دست دوم جد و بعضا جدلی و امثال هم مسیحی های دیگه، بلکه بر اساس خود منابع اسلامی. خب ما برای اولین بار تو این دوره یک ترجمه از قرآن به لاتین رو شاهد هستیم که توی اروپا چاپ میشه، حتی بعد از ظهور صنعت چاپ توی اروپا توی قرن 15 و 16 میلادی اینها میان ترجمه های لاتین قرآن رو به صورت چاپی منتشر میکنن و بعد هم حالا به زبان های دیگه. حالا خب خود اینها چون به قول معروف توی مسیحی بودن و توی کشورهایی هم زندگی میکردن که خب حکمرانان مسیحی بودن و قدرت دست مسیحیت بوده، اینا حالا مثلا چیز اول اون می اومدن یک پیشنویسی اضافه میکردن، مقدمه پیشگفتاری اضافه میکردن که این قرآن به قول معروف متنی هستش که مال پیامبر دروغینی هست به اسم محمد، یک تکذیبیه و اینا ردیه‌ای بود می نوشتن اولش. ولی خب سعی بر این بوده که ما یه مقدار بیایم اینها رو ببینیم چی میگن، یعنی به صورت دست اول اینها رو بشناسیم، که خب بعد این همزمان میشه که با کم کم یعنی تو قرن همون 16 و 17 که این اتفاقات میافته، همزمان میشه با علاقمندی بیشتر اینها به مسائلی مثل زبان عربی اینها، که ما توی ابتدای قرن 17 میلادی شاهد راه اندازی یک کرسی استادی زبان عربی توی همین دانشگاه لایدن هستیم که این جشن 400 سالگیش هم چند سال پیش گرفته شد اینجا،
و توی ابتدای قرن 17 هم توی لایدن و بعدش هم توی دانشگاه دیگه مثل آکسفورد و کمبریج و جاهای دیگه کورسی های عربی را افتادن. یعنی ما یک سری باقال مرد اساتیدی رو داشتیم که حقوق میگرفتن از دانشگاه و تخصصشون هم زبان عربی بوده و اینها هم شروع کردن اومدن ترجمه یک سری آثاری به زبانهای حالا یا بعضن زبانهای محلی خودشون یا بعضن لاتین. و بعد این حالا یک راه مسیر طولانی شد و اینها یعنی مثلا اول یک سری ترجمه ها انجام شد، بعدش یک سری مطالعات نه چندان انتقادی، صرفا حالا ما بیم ترجمه بکنیم ببینیم چی میشه، و بعضا هم خیلی از ترجمه هایی که میشد صرفا مسائلی بود که حالا مثلا یک گروپایی ممکن بود بیشتر بهش علاقمند باشه. مثلا من خاطرم از یکی از ترجمه هایی که سکولتنس که حالا خودش پروفسور عربی بود توی قرن 18 توی لایدن ابتدای قرن 18، یکی از ترجمه هایی که این انجام داده بود به زبان لاتین یکی از زندگی نامه های صلاح الدین ایوبی هستش. خب که حالا بالاخره چون این فرد توی جنگ های صلاح الدین توی جنگ های صلیبی شرکت داشته و اینا مورد قضیه بوده که به قول معروف برای اروپایی جالب تر بود. اما این تا واقعا به اون مفهوم کلمه تا قرن 19 هم نیست که یک سری مطالعات به قول معروف دقیق تر و ما شاهد هستیم و اورینتال استادیز یا همون استشراق یا همون شرق شناسی به اون مفهومی که ما الان باش هستیم یک پایه به قول معروف مدون و اینهایی پیدا میکنه. و یکی از کتاب هایی که به خصوص توی فرزن میگم حیطه مطالعات قرآنی تو همون اولوش 1830 و حدود 1830 بود سال دقیقش رو خاطرم نیست منتشر میشه، کتابی هستش از بسمچز محمد چه چیزهایی را از یهودیت دریافت کرده که این کتاب رو به قول معروف یک مستشرق آلمانی منتشر کرد و توی یک جورهایی رو سرآغاز به قول معروف چیز میدن سرآغاز مطالعه اسلام توی مطالعه آکادمیک قرآن توی به اون مفهوم امروزی کلمه توی اروپای غربی و به هر حال اون چیزی که حالا معروف هستش به اسم حیطه فرهنگی جهان غرب توی این دوره میدونن. و خب این مدت کوتاهی بعدش مدت کوتاهی که حالا به نسبت اون موقع یه به قول معروف دو دهه بعدش همراه شد با انتشار جلد اول همون تاریخ قرآن نولدکه. خب تاریخ قرآن نولدکه جلد اولش چیز بود؟ جلد اولش یک به قول معروف به قول خود آلمانی ها پرایس شریفتی بود، یعنی نوشته بود که یک به قول معروف جایی بودن یک مؤسسه فرانسوی یا مگر اشتباه نمیکنم نگرده باشم بود که یک جایزه رو اعلام کرد، گفت که شما بیاید یک سری مقالاتی رو حالا نوشته های رو سابمیت کنید ما به بهترینش جایزه میدیم. که نولدکن رو با لاتین نوشت جلد اول که چیزی که بعدا شد جلد اول تاریخ قرآن نولدکن، این رو ابتدای امر به لاتین نوشت و که این جایزه رو برد و بعد این رو اومد ترجمه کرد برگردون به آلمانی و به عنوان یک کتاب منتشر کرد که بعد دو تا ادیشن دیگه بهش خورد و هر ادیشن یک بخش دیگه ای بهش اضافه شد که بخش آخرش با همکاری شوالی بود که این توی اگر اشتباه نکنم بخش آخرش دیگه توی ابتدای قرن 20 اواخر، یعنی نولدکه دیگه اون موقع سال خورده بود زمانی که این بخش سومش منتشر شد که خب این هنوز هم یک جورایی نقش به قول معروف چیز داره دیگه، هنوز هم یعنی کتابی هستش که بهش ارجاع میدن و خیلی کتاب مهمی هستش و هنوز هم یعنی یک جورهایی پارادایم های ابتدایی رو توی مطالعات قرآنی نولدکه به این ترتیب اومد گذاشت. و همزمان با نولدکه هم یکی از معاصرینش هم خب یولیس ولهازن بود که ولهازن هم دو تا به قول معروف کار خیلی مهم کرده، یعنی نقش بنیادی داره توی دو تا حوزه آکادمیک متفاوت. یکی مطالعه عهد عتیق هستش که خب اون تئوری معروف سورس های تورات رو چیز کرد یا همون پنتاتیوک رو به قول مسیحی ها پنجگانی رو که اومد چیزه کار انتقاد به قول معروف کار نقدی نقد منبعی کرد، یک جورایی نقد منابع انجام داد برای عهد عتیق و توی یک کاری که به اسم اگر اشتباه نکنم پارلگومنا تو آتسن گشته ایزریز مقدمه ای بر تاریخ متقدم اسرائیل، یعنی همون پادشاهی باستان اسرائیل، و بعد اومد یک اثر مشابهی هم برای چیز منتشر کرد و کار مشابهی هم حالا این چیزیه که ما بیشتر چیز ما اسمای افرادی مثل گولتسیر و نولدکه اونها رو توی ایران بیشتر میشنویم چون خب نولدکه روی قرآن کار کرده، گولتسیر هم روی حدیث کار کرده
ولی خب ولهازن یه مقدار چون علاقش تاریخی تر بوده، یعنی اومده روی تاریخ صدر اسلام و خلافای بنی امیه و اینها کار کرده، یه مقدار آثارش بیشتر توی ایران نسبت اون دو تای دیگه مهجور مونده، یا افراد دیگه مهجور مونده، در حالی که ولهازن هم نقش بسیار بنیادی داشته توی شکل‌گیری مطالعه آکادمیک اسلام توی اروپای غربی و امریکای شمالی. و ولهازن اومد چند تا کار منتشر کرد توی این دوره و اینها، که این هم همزمان شد، یعنی یک از کارهای مهمی هم که منتشر کرد یک کتابی بود دقیقا با همون عنوان، مقدمه بر تاریخ متقدم اسلام، که توش اومد از یک الگوی مشابه با همون کاری که برای تاریخ متقدم پادشاهی اسرائیل کرده بود برای تاریخ متقدم خلافت اسلامی، یعنی تاریخ سیاسی اسلام انجام داد. و بعد این تقریبا همزمان شد با انتشار ادیشن لایدن تاریخ طبری. خب تاریخ طبری خب تاریخ مهمی هستش، منبع مهمی هستش، خیلی هم تاریخ بزرگی هم هستش، ولی خب این ویرایش انتقادی نشده بود تا اون موقع، تا انتهای قرن 19. این ویرایشش توی چندین جلد از تو دهه 80 قرن 19، از اولوش 1880 و خورده ای شروع شد و تا سالهای آغازین فکر کنم 1902 اگر اشتباه نکنم، یک یا دو همچین چیزی جلد آخرش به چاپ رسید، که دوره بازه نزدیکم اولوش 15-20 ساله ای طول کشید با مدیریت کلی دخویه، اون هم به قول معروف توی همین دانشگاه لایدن بود و اینها، و توسط انتشارات بریل هم که توی شهر لایدن هستش دقیقاً چاپ شد. و بعد این چاپ تصحیح انتقادی جدید از اولین در واقع تصحیح انتقادی از تاریخ طبری مصادف شد با چاپ اون کتاب دست عربیش رایش اون زین شتورتز، پادشاهی عرب و سقوط آن، اثر ولهاوزن، که یکی از کارهای خیلی مهمه توی چیز هستش، توی به قول معروف حوزه تاریخ صدر اسلام هستش، که با در واقع چیز با فوت پیغمبر و ظهور خلافت شروع میکنه و تا پایان عصر اموی ادامه پیدا میکنه، این کتاب تا پایان عصر اموی به پایان میرسه، که این اومد یک به قول معروف فریم ورک رو، یک الگوی رو، پارادایمی رو بنیان گذاری کرد، ولی از اینا که هنوز هم ما یک جورایی مثلا خیلی از تاریخ نگاری هایی که برای دوره اموی آل صدر اسلام انجام میشه یک جورایی مدیون اون اثر چیز هستن، اثر ولهازن هستن. و بعد یک جورایی میشه گفت که سرآغاز حالا این مطالعه آکادمی که هم تاریخ صدر اسلام و هم زندگی پیغمبر و هم به قول معروف مطالعه قرآن و اینها توی اینجا با یک نقش بزرگی هم که آلمان ها داشتن، چون اکثر این افرادی هم که اسم بردیم اکثرا آلمانی بودن و اینا، نقش بسیار بزرگی هم داشتن. و همزمان هم یک سری مطالعاتی چه توی به قول معروف آلمان و چه خارج آلمان در مورد زندگی پیغمبر هم انجام شد. و بعد حالا مثلا توی ابتدای قرن 20 هم یک سری آثار دیگه مثل یوزف هورویتز و افراد دیگه اومدن یک سری مطالعاتی در مورد زندگی پیغمبر هم انجام دادن، ولهازن هم یک سری کارهایی کرده بود و دیگران اینها. و بعد حالا این مقدمه شد برای حالا اون پارادایم معروفی که حالا همه ما باش آشنا هستیم، که توی تا حالوش اوایل نیمه دوم قرن 20 یک جورای حاکم بود بر مطالعات اسلامی توی غرب. و بعدش حالا اون پارادایم شیفتی که حالا من میخوام ببینم اگر تو دانشجویان خودت میخوای اگر سوال خاصی بپرسی در این زمینه، یا حالا یک جوری بحث رو هدایت بکنی. ببین یه سوال خیلی مهمی که بهش اشاره کردی، در واقع یک گذاری اتفاق میفته در اروپا در مطالعه اسلام و در مطالعه مسلمانی که کاملا ارتباط تنگاتنگ داره با عصر روشنگری، یعنی پیش از روشنگری ما یه مدل مطالعه اسلام داریم، پس از روشنگری یه مدل دیگه مطالعه اسلام داریم که کاملا مبتنی بر و سوار بر پروژه مدرنیته اروپا محوری که اروپا خودشو بالا میبینه. بالاخره یه سنتی از مدرنیته داریم که به شیوه خاصی عمل میکنه، به شیوه خاصی نگاه میکنه، یه پکیج مدرنیته داریم که از اون منظر، از اون افق اینو نگاه میکنه. این نکته که چقدر در آثار اینا ریزش داشته، یعنی مثلا ما درباره دخویه که صحبت میکنیم، دخویه مال دوره پس از روشنگریه، دقیقاً
ماسینیون مال دوره پس از روشنگریه. یه نکته دیگه که بهش اضافه میشه نقش امپراتوری هاست. یعنی ما موقعی که درباره مطالعه اسلام و مسلمانی صحبت میکنیم، به موازات مطالعه اسلام ما ما در واقع قدرت های استعماری رو داریم، امپراتوری هایی داریم که در جای مختلف دنیا برای خودشون وجود دارن. به تبع همونا ما شرق شناسی زائیده اون قدرت، یعنی ما شرق شناسی آلمانی داریم، شرق شناسی بریتانیایی داریم، شرق شناسی فرانسوی داریم، شرق شناسی هلندی داریم، شرق شناسی هر چقدر که این نظام سیاسی گسترده تره و بزرگتر یا قلمروهای بیشتری در اختیارشه، از دلش یه سنت خاصی زاییده میشه و نوع نوشته هم فرق میکنه. یعنی مثلا شما به این سادگی نمیتونید اعتبار مثلا یه شرق شناس آلمانی رو با نوشته شرق شناس مثلا فرانسوی مقایسه کنید، یا مثلا چون ساده نیست مثلا شما کارهای دوساسی رو بذارید کنار مثلا کار ماسینیون، یا چه میدونم مادلونگ رو مثلا مقایسه کنید با برنارد لوئیس. اینا زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن. حالا مادلونگ بهتر یا برنارد لوئیس؟ نه همین صحبت خوب و بدش نیست، صحبت اینه که ما از اینا چی میگیریم. یعنی موقعی که یه نفر مسلمان میاد نگاه میکنه به یکی به این مطالعات اسلامی، که خب هنوز هم خیلی سخته بگیم که ما چقدر کشورهای مسلمان تونه از کشورهای مسلمان چه تعبیرش نادقیقیه، خود این مسلمان ها رو سادش کنیم، خیلی لوری حرف بزنیم، خود این مسلمان ها چقدر تونستن روشمند بیان اینو مطالعه کنن و گرفتار اون جدلیات نشن. چون این رو میگم بزن آخر بحث، این که حالا خود مسلمان ها، خود کشورهای، حالا چیزی که اصطلاحاً اینجا بهش میگن کشورهای اکثریت مسلمان، خب توی اون خود به قول معروف محافل آکادمی که کشورهای اکثریت مسلمان، این حالا رهیافت جدید اینها چقدر تونستن به قول معروف چیزی اضافه بکنن به این نگاه انتقادی و آکادمی که حالا به مطالعه دین، این یک بحثی است که فکر کنم بزن آخر چیز بهتره، چون بلان چیزی که بس یکم صدامه داره، این موضوعی که این سوالی که یه سوال مهمی اگر بخوایم حالا همین شرق شناسی رو میبخش بسطر بخوایم همین شرق شناسی رو یا آسیب شناسی بکنیم، بله خب این یک چیزیه که به خصوص ما توی شرق شناسی اواخر قرن 19 همه انگلیسی، توی شرق شناسی هلندی تا حالا من فکر میکنم توی مورد هلند تا بعضن تو بعضی موارد تا همین امروز و توی حال شرق شناسی فرانسوی هم تا باز تا قرن 19 تا ابتدای قرن 19 به صورت کاملا واضحی ما می‌بینیم اینه که به قول معروف شرق شناسا از یک طرف کلونیال ادمنستریتور هستن، یعنی به قول معروف چیزهای افرادی هستن که توی این ادمنستریشن های به قول معروف چیز استعماری توی این نظام های استعماری اروپایی توی شرق دارن خدمت کارمند حقوق بگیرن اونجا بودن، دقیقا حقوق بگیره به قول معروف چیز هستن، یعنی مثلا ویلیام مویر خودش توی حالا هند بریتانیا، یعنی جایی که اکیوم بخت منطقه که امروز پاکستان هستش کاری بوده توی همون نظام استعماری، یا مثلا سنوکوخرونیه با عنوان مثال حالا توی اندونزی چیز بوده، اندونزی یک جور توی اون نظام استعماری هلند توی اونجا خدمت میکرده، یا نمونه های فرانسویش هم زیاد داریم و حتی ایتالیایی ها، مثلا توی شما اگر تو مطالعه حوزه مطالعه چیز برید، حوزه مطالعه اتیوپی و به قول معروف آفریقای شمالی و اینها، و حالا چه اسلام چه غیر اسلام توی آفریقای شمالی و حتی زبان های اون مناطق، زبان های مثلا مثل زبان های بربر و اینها که توی منطقه لیبی و اینها خیلی چیز هستش رایج هستش، یا حالا زبان اتیوپیایی و اینا، میبینید که خب یه بخش زیادی از محققای ایتالیایی هستن. خب علتش چیه؟ چون ایتالیا تو منطقه مشغول به قول معروف کشورگشایی و استعمار بوده. حالا مثلا این ور رو که میایید میبینید چون انگلیس و فرانسه و هلند و اینها بیشتر حضور داشتن، بیشتر این کشور توی مشرق زمین داره، شمال آفریقا بیشتر دستش بوده و این یک چیز کاملا واضحی است. آلمان هم خب چون یه مقدار توی این بازی چیز عقب مونده بودن، توی این بازی به قول معروف جمع کردن مستعمره و گرفتن مستعمره و تسخیر کشورهای دیگه، خیلی یه مقدار عقب مونده بودن، یک مقدار به همین خاطر میبینید که شرق شناسی آلمانی از شرق شناسی انگلیسی، فرانسوی، هلندی متفاوته و به همین خاطر هم هست که حالا خیلی از اسمایی هم که ما اینجا میاریم اکثرا اسمای آلمانی هستش. خب مثلا میگم خب
حالا لایدنی ها خیلی تعصب دارن روی کریستیان سنوکورخرونی و امثال هم، ولی خب مثلا خود اوکراینی ها ما میایم مقایسه میکنیم با هم دوره ای های خودش یک مستشرق درجه 3 بوده. اوکراینی ها ما اگر با فردی مثل همون دخویه هلندی مقایسه بکنیم خب یه ذره گردن پایین تر از دخویه است، و دخویه رو اگر با یک فردی مثل نولکی یا بلعظم بخوایم مقایسه بکنیم این هم یک ذره گردن پایین تر از اون است. اینه که به قول معروف کارهای افرادی مثل اسنوکوخرانی ها امروز کسی اصلا توجهی بهش نمی کنه، اسمی هم ازش به اون صورت نمیاد خارج از لایدن، در حالی که کارهای مثل افرادی مثل بلعظم و به قول معروف نولکی و اینها، حالا ما نمیگیم اینها مبرای از خطا هستن یا به قول معروف قصد و غرضی نداشتن یا چیزی، ولی همچنان اونقدر به قول معروف اونقدر ارزشمند بودن که همچنان ملت یک ارجاعی حداقل بهشون بدن یا یک به قول معروف اسمی از اینها بیارن. خب این تفاوت ها ما کامل اینجا میبینیم، تفاوت یک نوع به قول معروف یک بندی از به قول معروف تحقیقات حالا اصطلاحا آکادمیک که در خدمت استعمار هستش مثل نوشتجات آقای روخانیه در مقایسه با نوشت کارهای علمی افرادی مثل بلعازم یا نولک. این یک چیز واقعا واضح و مشخص و مبرهنی هستش. این ما موقعی که داریم میگیم اسلام شناسی شاید به تعبیری دقیق تر بشه گفت میشه اینا رو تقسیم کرد به مطالعات فیلولوژیک و مطالعات مردم شناسی یا قوم شناسی. یعنی یه وقتایی یه چیزی که چیزی واقعا یه حوزه دانشی که فقط قومیت شناسان است. میری مثلا توی یه کشور شمال آفریقا اون طایفه‌ای که بررسی میشن یا مطالعه میشن مثلا قوم بربرن، خب ولی این همچنان می گنجه از دید اینا زیل اسلام شناسی. یعنی اسلام شناسی یه عرض عریضی داره که شامل تقریبا همه چیز میشه. یعنی شما در قلمرو حکومت یه امپراتوری یا یه کشور استعمارگر هر چیزی که مطالعه میشه بشه در زیل اسلام شناسی گنجونده. و همچنان هم مثلا توی نسخه جدیدتر و امروزگر و پسا استعماری ماجرا شما تمام این دپارتمان های خاور دور و خاور نزدیک و نمیدونم اریا استادیز و همه شامل همین موضوعات میشه. ولی بیاد یه خورده خلاصه کنیم، یعنی بعد گردیم به جایی که واقعا مثلا یه کسی ممکنه بیاد ارائه کنه بگه که آقا ما این غذاهایی که مسلمان‌ها رو می‌خوردن و مثلا شناخت غذایی اینا مثلا ادویه‌جات اینا هم جزء مطالعات ماست. خب خیلی بحث طولانی میشه ولی خیلی محدودش کنیم. یه موردش اشاره کردی درباره قرآن، مطالعات قرآنی که خب بدیهی بود دیش از کجا اومده بود، یه عالم مسیحی بود تو فضای جدلی شکل می‌گرفت، یه دین رقیبی بود اونجا در برابرشون. ما یه بخش بسیار مهمی از شاید مطالعات اسلام شناسانه ما به تاریخ برمیگرده، که وقتی ما میگیم مسلمونا تاریخشون رو مطالعه میکنیم ما مثلا تاریخ مسلمون چی به تاریخ اسلام چی به ما میگه، بیوگرافی پیغمبر اسلام ما از کجا در میاریم، اون چیزایی که ما میدونیم سیره ای که درباره پیغمبر نوشته شده 100 سال بعد مرگ پیغمبر نوشته شده و خیلی ها موقعی که امروز یه لحظه بیایید در داخل جهان مسلمان به ماجرا نگاه کنید، اونایی که میخوان دفاع کنن از چهره پیغمبر یا اونایی که میخوان حمله کنن هر جفتشون همزمان به همینا اتکا میکنن، یه دینا به صورت اپولوژتیک و توجیهگرانه سعی میکنن اینا رو نفی کنن و بگن آقا این بعد مرگ پیغمبر نوشته شده و برعکس. با این روش شناسی مدرن امروزی ما چگونه میتوانیم تاریخ صدر اسلام، صدر اسلام مخصوص زمان پیغمبره، بخونیم بفهمیم و با یه درجه از اطمینان بگیم ما به یه تاریخ معقولی سر کار داریم و موشه یک بقیه مسیحیان مثلا خودشون رو مطالعه میکردن. الان داریشون دست رو دلم نذار که کربو بلاست، دقیقا روی نقطه دست گذاشتی که من خودم هم خیلی به قول معروف باها بهش اشاره کردم، انتقاد هم کردم، یکی از مشکلاتی که ما داریم با این قضیه منبر برای همینه دیگه، یه روزه خیلی ممنونم. بنابراین ما یکی از دقیقا مسائلی که داریم این بود که حالا مفهومی به وجود اومد توی قرن 19 که حالا بعضا بهش اشاره میشه تا همون قرن 19 و حالا قرن 20 و این دوره ها بهش اشاره میشه تحت عنوان نه اورینتال استادیز یا همون شرق شناسی، که حالا شرقی جایی بود که حالا مثلا اینها تعریف کرده بودن اینجا شروع میشه اونجا شروع میشه. حالا مثلا میگم شما اگر مراکش برید مراکش از فرانسه غربی تره،
مراکش جز شهر حساب میشه و تو حوزه به قول معروف استشراق میگنجه مطالعه مراکش، در حالی که با ایتالیایی که حالا مثلا 2000 کیلومتر شرقی تر از مراکش رو شما تو این حوزه نمیتونید بگنجید. خب این یک مفهوم کاملا چیزش غیر به قول معروف ابجکتیو هست، یک مفهوم کلا ذهنی، یک برساخته ذهنیه. خب اینها ساختن و بیشتر از اون که واقعیت جغرافیایی داشته باشه واقعیت فرهنگی داره، حالا اون هم با اون مؤلفه‌های فرهنگی که خودشون تعریف کردن. و بعد از ابتدای همون امر، از همون قرن 19 هم که بخوایم حساب بگیریم، حالا مثلا جلوترش رو که حالا ما بحث‌های جدلی رو مطرح کردیم، خب بحث‌های جدلی که جای بحث جدلیه دیگه، معلومه چیه. اما تو همون قرن 19 همش هم که بم قرن 19 همش هم که ما بخوایم نگاه بکنیم تا خود امروز که من شما الان اینجا نشستیم و داریم صحبت می‌کنیم، مطالعه اسلام توی مراکز آکادمیک اروپا و آمریکای شمالی و حالا اون به قول معروف حیطه فرهنگی، منطقه فرهنگی که ما بهش میگیم غرب اسمن، توی تمام این مناطق توی دپارتمان های انجام شده که به یک نحوی از انها همون اسم اورینتالیسم رو یدک میکشیدن. یعنی اگر اسمشون هم اورینتال استادیز نباشه، مثلا توی آلمان ما دپارتمان هایی داریم، مثلا آلمان اگر بخوایم دپارتمان های عربیستیک، اسلامیستیک، اورینتال استادیز و امثال هم، اورینتالیستیک و امثال هم دارن، یعنی حالا یا با شرق سر کار دارن یا با زبان عربی سر کار دارن یا اسلام. که خب اکثر اسلام هایی هم که اینجا مطالعه میشه، خب اکثر چه نوع اسلامی هستش؟ اسلام به قول معروف ایرانی و مصری و اندونزیایی و اینها هستش، با مسلمون های خود اروپا کاری ندارن به اون صورت. حالا جدیدن حالا کاری پیدا کردن تو همین دپارتمان، اونها رو هم مطالعه میکنن ولی به مقدار کمتر. و حالا اگر هم بکنم مطالعه اونها رو هم ذیل به قول معروف ایری استادیز میگنجونن، اینها رو هم جز جهان شرق حساب میگیرن، جز خودشون نمیپذیرن اینها رو. بعد یا من که مثلا همینجا توی پرانتز یه توضیح بده که مراد از ایری استادیز چیست برای اونایی که با این حوزه آشنایی ندارن. این رو جزه الان من اگر بیشتر برم واضح میشه. خب اگر بریم انگلیس، اگر بریم مثلا توی کشورهای مثل انگلیس، خب یک زمانی حالا مثلا آکسفورد اون اورینتال انستیتیوتش هنوز اسم الان اسمش چیز اسم رسمیش عوض شده، فکر کنم شده اسلامیک میدل ایسترن استادیز، اما اسم رسمیش اسم یعنی هنوز همچنان خود مردم به صورت غیر رسمی اورینتال انستیتیوت صداش میکنن. جای دیگه هم که توی انگلیس برید اکثرا اسلامیک میدل ایسترن استادیز. امریکا که میرید یعنی مطالعات اسلامی و مطالعات خاور می، امریکا هم که برید معمولا خب یا حالا نیر استرن استادیز مطالعات خاور نزدیک، یا به قول معروف نیر استرن لنگویجز اند سیویلایزیشنز تمدن ها و فرهنگ ها و زبان های خاور نزدیک و امثال هم، بعضا هم حالا میدل استرن استادیز هم میگن، یعنی مطالعات خاور میانه هم میگن تو امریکا. بعد اینها خب ذیل همه اینها ذیل همون ایری استادیز می گنجه، یعنی دپارتمانی که من هم الان عضوش هستم عنوانش از ایری استادیز مطالعات مناطقی نواحی، که خب یا حالا چه شما رو ناحیه اسم بذارید چون ناحیه اسم نذارید، خب به هر حال یک چیزه. خب حالا ما چه زمانی که بگیم به قول معروف مطالعات خاورمیانه، چه بگیم نه یه چیز کلی تر مطالعات نواحی یک چیز. حالا این مطالعات نواحی رو هیچ وقت مثلا شما مطالعات آمریکای جنوبی رو تو این من این زیل این چیز نمیدید. دپارتمانی که من خودم توی شکل هستم اری استادیز چند تا بخش داره، خب حالا یه سری بخش کاری بهش نداریم چون اصلا داستان متفاوتی داره، به خاطر اینکه چند تا دپارتمان تو هم ادغام شدن، یه گروه چیز داره، ما مطالعات ادیان داریم که اون جدا صرفا دو تا دپارتمان تو هم ادغام شدن اینطوری بوده، یعنی تا پارسال اینطور نبود امسال اینطوری شده ادغام شده. اون بخشی که خود اصلا خود اری استادیز بودن، ما مطالعات خاورمیانه داریم، مطالعات جنوب و جنوب شرق آسیا داریم، مطالعات شرق آسیا، یعنی به قول معروف مطالعات نمیدونم آمریکای شمالی نداریم اونجا. آمریکای شمالی میره ذیل یک چیز دیگه، مطالعات آمریکای لاتین نداریم اینجا میره ذیل یک چیز دیگه، مطالعات اروپا نداریم ذیل این میره ذیل یک چیز دیگه. این یک مفهوم جدید اری استادیز هم که معرفی کردن جای همون به قول معروف شرق شناسی و فلان و اینها همه همونه. علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که خب ما حالا مثلا اسم ها ممکنه عوض شده باشه ولی آدم ها همون آدم ها هن. اون فردی که الان تو این دپارتمان ایری استادیز داره به قول معروف ایری استادیز تدریس میکنه، خب
خب استادش کسی بوده که توی یک دپارتمان فرزن اورینتال استادیز درس خونده و اسم شرق شناسی تدریس میکرده. این شاگرد اون آدم، این از اونجا در میاد. یعنی هنوز ما به قول معروف اسلام مطالعه تاریخی جهان اسلام، مطالعه آنتروپولوژیک جهان اسلام، همه این مسائل مختلفی رو که هیچ ارتباطی هم با هم ندارن در حالت کلی انداختیم توی یه دپارتمان کنار هم، که همون چیزی که شما فرمودید، حالا همکار بغلی من شاید این کار رو نکنه توی دپارتمان، تو همون دپارتمان تو که آفیسش بغل منه، ولی خب داریم افرادی که آفیس بغلی من مثلا چیزه روی اسلامگرایی افراطی توی هلند کار میکنه، توی هلند کلا اروپای معاصر. خب یعنی عملا چیزه برای روی اداره روی مثلا مسائلی مثل داعشی های هلندی و اینجور چیزا کار میکنه. من دارم روی اسلام توی قرن هفت میلادی، توی قرن اول هجری کار، مطالعه من فیلولوژیک و تاریخی هستش، مطالعه اون اصلا معلوم نیست چیزه، نه حالا میشه ذیل انسان شناسی گنجوندش، جامعه شناسی گنجوندش، نمیشه ذیل به قول معروف چیز گنجوندش، مطالعه تاریخی گنجوندش. و افرادی هم دارم دقیقا حالا که حالا نه توی دپارتمان من، ولی خب میتونم باشم نفرات توی دپارتمان من که توی جاهای مشابه هستن، توی دپارتمان های با اسامی و عناوین مشابه و دارن کار میکنن، مثل هم مثالی که زدی غذای مسلمان ها تو دوره معاصر. خب مسلمان ها چی میخوان؟ غذای حلال چی هستش؟ به قول معروف این صنعت تولید غذای حلال توی اروپا که خیلی صنعت پرسودی هم هستش و خیلی از کسایی که تو این زمین سرمایه گذاری میکنن خودشون هم اصلا مسلمان هم نیستن، صرفا به خاطر اینکه سود مالی کسب بکنن رفتن تو این قضیه، چی هستش؟ و منی هم که به قول معروف حالا مطالعه فیلولوژیک دارم میکنم روی متون عربی و فارسی و سوریانی و غیره، این مثلا مال که مال قرن 7 و 8 میلادی هست، ما همه توی یه دپارتمان و هیچ مشترکاتی با هم نداریم. من علل حساب باید برم توی یک دپارتمان تاریخ بشینم کنار افرادی که حوزه کاریشون چیه، فرضاً میگم تاریخ بیزانس توی قرن 7، تاریخ اروپا تو قرون وسطا. چرا؟ چون ما رهیافتمون ممکنه حالا موضوعاتی که روش کار میکنیم متفاوت باشه، ولی رهیافت همون مشترک. ما با متون تاریخی سر کار داریم و رهیافت های فیلولوژیک داریم به مسائل، در حالی که مثلا افراد دیگه هستن که خب حالا مثلا چه میدونم کار آنتروپولوژیک میکنن رو مسلمان های فرضاً غذای مسلمان های اروپایی، غذای حلال توی اروپا تو دوره معاصر در حال حاضر. اینها هم باید برن توی دپارتمان آنتروپولوژی بشینن با افرادی هم کلام بشن که کار آنتروپولوژی دارن میکنن. ولی خب این متاسفانه یکی از مشکلاتیه که به ما به ارث رسیده از همون قرن 19. یعنی ما یک سری این مرزهای بین به قول معروف دیسیپلین ها که ما چیدیم اینجا توی این دوره، یک جورهایی ناخواسته داریم، یعنی میراثدار همون به قول معروف استشراق هستیم توی قرن 19 هستیم که از میراث قرن 19 هم اگه برای ما مونده، و این مشکلیه که وجود داره. اما به نظر من و حالا یک سری از این مسائل و بحثا و جدل هایی که توی اسلام شناسی معاصر هم میبینید زائیده همین مشکلات هستش. یعنی یک سری افرادی هستن میان میگن که خب واقعا چیزم هست، یعنی دقیقا حالا بعضا مستقیم این حرف رو میزنن، بعضا غیر مستقیم، یعنی عملا فحوای کلامشون همین هست که میگن که من حاضر نیستم برم با مثلا میگم متونی به زبان سوریانی و یونانی و غیر اینا چه کار بکنم برای شناخت اسلام، مثلا ببینم تاریخ اسلام توی قرن 19 رو چطور میشه، توی قرن 7 میلادی رو چطور میشه نوشت. چرا؟ چون به قول معروف این افراد توی زائیده، یعنی محصولات دپارتمان های area studies هستن، حالا با هر اسمی چیزی که امروز بهش میگن area studies، که توی اونها به قول معروف یاد گرفتن جهان اسلام رو بشناسن و جهان اسلام هم برای اینها خلاصه شده به زبان عربی، حالا ماکسیمم دیگه یک فارسی و ترکی هم بهش اضافه بکنیم، رفتن یک عربی و فارسی یاد گرفتن، میتونن با منابع عربی و فارسی کار بکنن، اینها رو میشناسن. اما دیگه نمیدونن آقا من چطور با منابع یونانی و سوریانی و عبری و ارمنی و غیره این کار بکنم، و این براشون مشکله. حالا مثلا توی بعد کلی عمر رو نمیدونم 50 سال هم گذشته از اون دوره‌ای که اینها به قول معروف خودشون دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس بودن و اینها سنها بالای اونها، که نمیتونن برگردن بیان دوباره از نو شروع بکنن یاد گرفتن این مسائل. اینه که میبینیم مثلا دو تا کمپ میشن، دو تا گروه میشن اسلام شناسای معاصر، یکی میگه نه ما بیم همین منابع به قول معروف عربی رو بخونیم، رج بزنیم به اصطلاح عامه و بعد یه چیزی بنویسیم، حالا این حالا یه مقدار بالا پایینش بکنیم. حالا من ممکنه بگم اینجاش یه مقدار مثلا چیز کمتر از این استفاده بکنم، بیشتر از اون، شما ممکنه بگید یه مقدار نه بیشتر از اون کمتر از این آخرش، ولی خب کلیت کار یه چیزه، به یه تفاهمی میرسیم. این میشه به قول معروف
تاریخ نگاری صدر اسلام. یک فرد دیگه ممکن است بیاد بگه نه ما یک سری به قول معروف منابع دیگه و این رو هم با جدیدم میبینیم. خب افرادی هستن که دقیقا نقطه مقابل این داستان هستن، یعنی افرادی که حالا آموزش اولیه‌شون توی حوزه‌های دیگه‌ای بوده و عربی هم بعضا بلدن، نه اینکه بلد نبودن، ولی احساس راحتی نمی‌کنن که بیان با منابع اسلامی و عربی کار بکنن. و از یک طرف به قول معروف اینا به خاطر این مشکلی که دارن، از طرف دیگه به خاطر اینکه این آموزش اولیه اینا توی حوزه‌ای بوده که بیشتر با منابع به زبان‌های دیگه کار کردن، منابعی که حالا مثلا به سوریانی بودن، به یونانی بودن، یا حتی منابع عربی مسیحی که از نظر ماهیت با منابع اسلامی فرق دارن. یعنی در واقع اینا در حوزه مطالعه دوره باستان متأخر واقع میشن. و بعد اینها اومدن وارد مطالعه صدر اسلام شدن و اینا میگن که خب ما بیایم چیز منابع اسلامی عربی غیر قابل اعتمادن، اونا رو بریزیم دور، همینا هستن دیگه، ما همینا رو برداریم دوباره رج بزنیم. این دو جبهه کاملا مقابل هم که دارن، هر دو تا طبیعتا این وسط دارن به قول معروف به راه افراد میرن، و یک جبهه هم داره حالا این وسط، یک کمپی هم داره این وسط ایجاد میشه که حد وسط این هاست یک جورایی. و خب این کمپ مورخین هستن، یعنی ما اگر از روز اول میامدیم مطالعه تاریخ اسلام رو میبردیم تو دپارتمان های تاریخ تو همون قرن 19 هم مثلا میگفتیم، نمیگفتیم که به قول معروف آقای فرزن نولده که شما بفرما، چون مثلا چیز تاریخ اسلام رو مطالعه میکنی، شما بفرما توی یک دپارتمان مثلا اورینتال استادیز بشین، آقای فرزن ایکس و ایگرگ و زد و فون رانک و ایکس و ایگرگ و وای زد، که شما که مثلا تاریخ اروپا رو مطالعه میکنی بیا توی یک تاریخ دپارتمان تاریخ بشین. اگر همه اینها رو توی یک دپارتمان با هم نشوندیم، الان پارادایمی که ما داشتیم توی مطالعه صدر اسلام همین که همه میومدن میگفتن آقا فرق نداره این منبع به قول معروف مسیحی یا مسلمانی یا یونانی یا به قول معروف عربی یا فارسی یا مثلا عبری، همه اینا رو با هم جمع میکنیم. خب چیزی که مورخ نیاز داره منبع، هر چقدر بیشتر بهتر، همه اینها رو با هم جمع میکنیم ببینیم چه تصویری به دست میدن. ولی به خاطر اینکه به قول معروف مطالعه اسلام زایده همون ایریا استادیز شد نهایتا، یعنی چیزی که روی یک بخش خاصی از دنیا متمرکز بود که زبانش هم حالا عربی بود و اینها هم رفتن فقط عربی یاد گرفتن و با منابع اسلامی کار کردن، الان ما این چیز دو دستگی رو داریم اینجا شاهد هستیم. بالا یک دسته سومی تازه داره ظهور میکنه و پا میگیره که میگه نه، نه به اون رومی روم، نه به اون زنگی زن، یک حد وسطی هم ما میتونیم اینجا داشته باشیم. خب اگر بازم اینجا اگه حالا شما میخواید موردی یا چیزی رو اضافه بکنی، خواهشم اضافه بفرما که همین پل خوبی میشه حالا ما از این طریق بریم به مطالعه به قول معروف به اسلام شناسی توی عصر معاصر. حالا ببین، برای اینکه برسیم به این ماجرای اسلام شناسی توی عصر معاصر، سوال اصلی اینه که ما اینایی که درباره تاریخ اسلام یا تاریخ مسلمان را میدونیم نه از کجا میدونیم، یعنی در واقع معرفت شناسی ماجراست. ما چه منابعی داریم برای این ماجرا؟ آره، که شما مثلا میخوای درباره زندگی پیغمبر اسلام حرف بزنی، سیره میره میخونی، بعد کتابایی که بعدیا نوشتن و یه ژانر جا افتاد یا مطرح شد که بهش میگن ریویژنیسم، یعنی بازنگری تاریخی میکنن، یعنی میگه اینایی که تا حالا شما به اسم تاریخ میدونستی بریز دور، از نو شروع کن خوندن. خوبه که یه توضیح بدی چهرهای خیلی برجسته این نوع نگاه تاریخی رو ازشون اسم ببری و نشون بدی که چقدر چون این نگاهی امروزه از حیث روشمندی قابل اتکاست و چقدر قابل استمراره و نسلهای تازه تری که بعد از اینها اومدند چگونه نگاه کردند به تاریخ، علل خصوص تاریخ صده های اول اسلامی. خب خیلی هم خوب، من حالا یک چیز رو اول امر ابتدای امر عرض بکنم خدمتت، اینه که حالا این ریویژنیسم یک اسمی هستش که چه توی حالا به قول معروف محافل آکادمیک اروپا و امریکا و چه توی ایران خب خیلی باب شده، ولی من یک مقدار با این اسم مشکل دارم به چند دلیل. خب اولا حالا ما وقتی میگیم ریویژنیسم، انواع و اقسام ریویژنیسم رو همه رو، یعنی هر نوع ریویژنیسمی داریم، هر نوع به قول مکتب فکری داریم که با اون مکتب سنتی یک مقدار فاصله میگیره، سعی میکنه فاصله ایجاد بکنه با اون بین خودش اون مکتب سنتی رو به یک چوب میبره، یعنی مهارت موتسکی رو به قول معروف با اون پاتشکرانه متقدم از یک طرف یا مثلا با ونزبرو یکی میدونیم. خب اینها خیلی متفاوته با هم، این دو گروه.
نکته دوم هم اینه که ما به طور کل در مطالعه تاریخ، توی علم تاریخ، یک مفهومی داریم به اسم ریویژنیسم. و ریویژنیسم هم اینه که وقتی شما میاد یک چیزی رو، خودت هم فارسیش رو گفتی، خیلی ممنونم، بازنگری، یعنی میام یک چیزی رو بازنگری میکنیم. ما کار جدید تاریخی که میخوایم انجام بدیم، مگر اینکه حالا یک ریویوی باشه بر گفته های دیگران، حالا چیزا، هر کار جدید تاریخی باید بیاد یک بازنگری بکنه یک چیزی رو دیگه، وگرنه کار جدید نمیشه. شما وقتی میخواید مقاله بدید یا کاری منتشر بکنید، باید یک حرف جدیدی برای زدن داشته باشید. و وقتی حرف جدید میزنید، یعنی دارید میگید خب این حرفی که قبلا ملت زدن، این رو من باهاش مخالفم، این حرف جدید من، این خودش میشه صرفا یک بازنگری. خب وقتی هم به همین خاطر هر کار جدید تاریخی از دید من بازنگری هستش، ریویژن هستش. و حالا وقتی ما میگیم ریویژنیست، اینها همه این کارها رو با هم داریم به یک چوب میریزیم. حالا برای اینکه تمایز قائل بشیم بین اینا، حالا یک اصطلاح دیگه ای رو که به کار میبرم و از اون کمتر متداول هستش، بهش میگن هایپر اسکپتیسیسم یا شکاکیت افراطی. یعنی ما مثلا یک قهیافتی رو داشتیم که حالا به اسم شکاکیت افراطی که اومد به قول معروف یک سری حرفا رو زد تو دهه 70 میلادی، که حالا من دوباره برم این حرفا، حالا یک مقدارم سریعتر از اون بخشش بگذاریم به نظرم بهتر باشه، چون چندین و چند بار این افراد این حرفا توسط افراد مختلف به قول معروف توی محافل فارسی زبان زده شده و برای بسیاری از مردم حالا حرف جدیدی نیست، که ما بیایم بیشتر رو دوره معاصر متمرکز بشیم. خلاصه عرض بکنم خدمتتون اینه که خب همین چیزهایی که ما گفتیم، همین تحولاتی که حالا بهش اشاره کردیم تا ابتدای قرن 19 یک مقدار گذشت، یعنی همون کارهای اولیه به خصوص شخص ولهازن رو شما اگر بخونید، نولده که خب میگم کارهای مثلا برجسته ترش در زمینه تاریخ اسلام بیشتر روی قرآن بود، حالا اون یک داستان دیگه ای ده. اما ولهازن خب مورخ بود و اومده بود داشت تاریخ صدر اسلام بود. تاریخ صدر اسلام هم اول بحث من یک سری اشاره مختصری کردم، یک چند اشاره مختصری کردم، منابعی داریم مثلا به زبان ارمنی که حالا مال همون دهه های اول بعد معاصر به قول معروف عصر حضرت علی و معاویه و اینها هستش. و ما یک سری منابع از این دست داریم، خب مثلا اون به ارمنی هستش، یک سری منابع معاصر دیگه داریم به سوریانی هستش، به زبان های مختلف و اینها. شما اون کارهای ابتدایی ولهازن رو که میرید میخونید، ولهازن علاوه بر منابع عربی، یعنی نه فقط میاد به قول معروف چیزهای رکانات به انگلیسی بهش میگن کرونیکل، یعنی به قول معروف تاریخ نگاری، کار صرف تاریخ نگاری مثل طبری، بلکه علاوه بر اون مثلا شما میبینید ولهازن میاد از کتاب الاغانی مال ابوالفرج اصفهانی، که یک کتابی هستش که خب یک چیز ژانر کاملا متفاوتی، تاریخ نگاری نیست، کتاب الاغانی اسمش هم روشه، یک سری به قول معروف شعرها و اینا، بیشتر در مورد شعرها و ادباه، که حالا به قول معروف وقتی این شعرها رو که داره اصفهانی نقل قول میکنه، چارچوب تاریخی هم که مثلا این چه داستانی شده که این طرف اومده این شعر رو سرودن میگه، که خب یک سری اطلاعات تاریخی هم اونجا نهفته است، که ولهازن میاد از اینا هم استفاده میکنه، نه خودش رو محدود به ژانر میکنه نه به زبان، و از طرف دیگه میره با اون منابع سوریانی و یونانی و اونها هم چی؟ از اونها هم استفاده میکنه، یعنی هیچ چیز رو جا نمیذاره، یعنی درست میاد کار تاریخی درست میکنه. اما بعد که حالا این به قول معروف یک جوری تنبلی آکادمیک جامپ میگیره و جاپا باز میکنه توی ادامه قرن بیستم، توی بعدتر توی قرن بیستم، اینطور میشه که به قول معروف خب همه به عنوان اصطلاحی که حالا تو انگلیسی هم بینا میگن عربیست، یعنی عرب شناس یا زبان عربی دان، اینها تربیت میشن، عربیست هایی تربیت میشن که خب اینا فقط مسلط به زبان عربی بودن، حالا ماکسیموم یک فارسی هم بهش اضافه کرده بودن یا چیزی، بعد اینها میان خودشون رو محدود میکنن به زبان عربی و کارهایی هم به قول معروف بیرون میدن که حالا من یک جورایی تو حالا به طور خاص ما خودمون بخوایم محدود بکنیم به مطالعه زندگی پیامبر اسلام، خب نمونه بارزش همون بیوگرافیه که مونتگومری وات انگلیسی برای پیغمبر نوشت، که من گاهی اوقات به طنز بهش میگم سیرت رسول الله مونتگومری وات، که این خب کتاب خیلی خوبی هم هست، خیلی جامعی هم هست، هنوز هم به نظر من کهنه نشده، 50 سالی هم که گذشته، بیشتر نزدیک به 60 سالی که گذشته از چاپش، به نظر من هنوز کهنه نشده، فوق العاده اثر بزرگ و مهمی هستش و هنوز هم میشه ازش استفاده کرد و خیلی هم خوبه، ولی خب این هم اومده خب چیکار کرده با همون دید سنتی و یک سری به قول معروف منابع عربی رو برداشته و یک سری به قول معروف با همون دید سنتی نگاهی به این مسئله انداخته،
نگاهی به این مطالب انداخته و اینا رو جمع کرده آورده اونجا. و خب حرفی هم که داره میزنه میگه که من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که به قول معروف یک بستر تاریخی، یک هسته تاریخی این مطالب دارن. خب اون هسته تاریخی رو حالا بدون اینکه بیاد بگه من چطور میخوام اون هسته تاریخی رو پیدا بکنم از این همه جنگل آقا چیزایی که بعدا بهش اضافه شده و اینها، با عنوان حالا یک مورخی که حالا یک دید نسبتا عرفی هم داره، سکولار هم داره، حالا مثلا میگه آره من یک چیزایی واضح هستش، من به عنوان یک مورخ سکولار میام به قول معروف اون جایی رو که به قول معروف داستان های چیز هستش، میراج و معجزات و فلان و اینها رو میذارم کنار، با اونها من کار ندارم. صرفاً با عنوان حالا کسی که خودش هم آدم مسیحی معتقدی بوده و همدل هم بوده با اسلام، ولی نمیگفته الزاماً دروغ اینها یا مثلا برساخته شده است اینها، میگفته کاری با اونها ندارم، صرفاً فضای آکادمیک جایی برای زدن اون حرفا نیست. نگه داریم این چیزایی رو که ما اینجا داریم، نگه داریم این چیزایی رو که به قول معروف در مورد زندگی روزمره محمد بن عبدالله هستن، اینا رو مثلا حالا ببینیم بیایم ببینیم حلاجی بکنیم ببینیم کجاشون رو میشه گفت به قول معروف قابل اعتنا هستن، کجاشون رو میشه گفت احتمال داره که مثلا خیلی واقعیت تاریخی نداشته باشه، که متدولوژی خاصی هم تبیین نمیکنه برای این، ولی خب میاد با یه نگاه به قول معروف مارکسیستی توری، یعنی نگاهی که ملهم هستش از اون دیدگاه مارکسیستی به تاریخ، که خب من به شخصه با این نگاه نه تنها مشکلی ندارم بلکه خیلی هم بهش علاقه دارم. اون دیدگاه به قول معروف مارکسیستی هم من بهش نمیگم، من بهش میگم مارکسی، که با اون تاریخ نگاری خود مارکسیستا چیز نشه، قاطی نشه، چون افرادی هستن که اون رهیافته به قول معروف چیزی که بهش میگه مارکسیست هیستوریوگرافی رو ازش تبعیت میکنن بدون اینکه خودشون مارکسیست باشن، واسه همین من صرفا بهش میگم رهیافته مارکسی. این رو به قول معروف میشه خیلی جا به کار برد، ولی خب اینجا به نظر من اشتباه کرد این کار رو کرد. خب که اومد با نگاه مارکسی به قول معروف به قضیه نگاه کرد که آره مثلا جامعه مکی به قول معروف یک جامعه بوده که حالا یک تجاری بودن که ثروتمند بودن و اینا به قول معروف میشن ایلیت جامعه، یک طبقه کارگر و محروم و مظلومی هم اینجا بوده که خب محمد اومده اینها رو با هم متحد کرده، یک جنبش اجتماعی دینی رو انداخته علیه اونا، اینطوری اسلام به پیروزی رسیده. خب همچین چیزی رو به قول معروف همچین چیزی رو ارائه داد، و خب ولی مشکل اینجاست که حجم منابع و مفادی که ما داریم و حجم در واقع داستان‌هایی که ما داریم در زندگی در مورد زندگی پیامبر به قدری زیاد هستش که ما هر چقدر هم بخوایم اینها رو یعنی هر جور که بخوایم میتونیم یک سری متریال رو از اینها سلکت بکنیم، به صورت کاملا گزینشی چند تا از اینها در بیاریم و اینها رو یک قالبی بریزیم که حالا قالبی که مونتگومری وات انتخاب کرد قالب تاریخ نگاری مارکسیستی بود و یک همچین چیزی ازش در آورد و همه چیز هم به هم میخونه، مشکلی نداره. و دیگه این حد نهایت چیز دیگه، این حد نهایی پتانسیل اون رهیافت قدیمی اینجا که دیگه ما با کار مونتگومری وات با اون حد نهایی اون کار رسیدیم که بعد این دیگه خیلی نمیشه کار کرد با اون رهیافت قدیمی، تا اینکه بعدش توی هولوش مثلا یکی دو دهه بعد از انتشار این بیوگرافی این سیرت رسول الله مونتگومری وات، خب ما یک به قول معروف چاپ سه کتاب رو به طور همزمان شاهد بودیم تقریبا به فاصله یک سال از هم. هگریزم که چیز بود Order Making of the Islamic World که اثر پاتریک کرونو مایکل کوک بود و دو کتاب که این تو سال 1977 اگر اشتباه نکنم چاپ شد و دو تا کتاب دیگه از جان ونزبرو که اینا توی 77-78 چاپ شدن Chronicle Studies و اون کتاب دیگه Sectarian Milieu که اینا اومدن کل حالا اون چیزی رو که مثل به قول من پتکی که به سر یک بردی بخوره و کلن همه چیز از خاطرش بره، اومدن مثل یک پتکی خوردن توی سر به قول معروف اسلامیک استادیز توی اون دوره که به قول معروف از اون خواب آشفته همه رو بیدار کردن یک آن یک هایی که اومدن به قول معروف کلن هر چیزی رو که ما میدونستیم زیر سوال بردن. این ونز رو به طور خاص دو تا موضوع رو نشونه رفت به طرفشون، یکی استفاده از تفسیر برای فهم قرآن که خب اومد گفت این تفسیر جان کلامش این بود که حالا ما متاسفانه یکی از چیزایی که خیلی باب شده نه فقط توی حالا ایران و بین مشنیده ها و اینها بر اساس مشنیده هایی که مردم از من کار ونز برو داشتن بلکه حتی توی بعضی محافل آکادمیک غربی وقتی کسی که میخواد مثلا اینها رو زیر سوال ببره این کارها و آثار رو میگه که خب همون قضیه چیز دیگه اون یکی از مغلطه های شناخته شده توی علم منطق هستش که میگه مثلا یک چیز رو بزرگ میکنید از اون کار یک چیز رو که قابلا به آسانی قابل رد هستش بعد همون رو بزرگش میکنید میگید کلی بله بله میفهمم جانم با
غلطه پهلوان پنبه استروم از دقیقا تقلیل میدید به اون. حالا مثلا متاسفانه کل این دوتا کتاب ونزبرو تقلیل داده شده به اینکه ونزبرو گفته آقا قرآن ماده قرن دو سه هجری هستش، در حالی که ما الان نسخه پیدا کردیم مال قرن اول هجری، به قول معروف با ادیب گردون تاریخ گذاری کردیم مال قرن اول هجری بوده. پس کل ونزبرو غلط؟ نه، چون این چیزی نیست. بله یک سری خب به این همچین نتایجی رسید که خب یعنی همچین حرفایی هم زد مطرح کرد که خب الزاما درست نیست، و الان هم خب یک بخشی از این حرفا اصلا کسی بهش اعتقادی نداره، اینکه مثلا قرآن به قول معروف، یعنی اگر کسی الان باز بیاد بگه که با وجود همه این شواهد و چیزایی که ما داریم که قرآن مال قرن فرزن 8 و 9، یعنی اواخر قرن 8 اوایل قرن 9 میلادیه، یه فکر کنم جای اون فرد باید دارالمجانین باشه. بعد کسی به اون حرف اعتقادی نداره، ولی خب جان کلام ونز با دو تا چیز بود. یکی از این دو تا کتاب اومد گفت که توی کرانیک استادیز اومد این مسئله که حالا ما از تفسیر استفاده میکنیم برای فهم قرآن رو زیر سوال برد و گفت که تفسیر زائیده، چون بیشتر منابع تفسیری که ما داریم مال دوره بعد از اینه که مسلمان ها یک امپراتوری دست پیدا کردن، دغدغه های دیگه ای داشتن، زندگی کاملا متفاوت شده، مثل چیز دیگه، مثل به قول معروف ما میتونیم حالا مثال خودمونی هم بیاریم، دغدغه های به قول معروف انقلابیون ایرانی رو تو سال مثلا 56-57 بیایم مقایسه بکنیم با دغدغه های همین افراد تو سال های مثلا 59-60 و دغدغه های اینها تو سال 98-99 شمسی که الان هستش. خب چقدر فرق کرده این افراد که حالا مثلا ابتدای امر که هنوز به قدرت نرسیده بودن و فلان و اینها یک سری دغدغه هایی داشتن، بعد از اینکه به قدرت رسیدن خب دغدغه ها عوض شد، طرز فکر ها عوض شد، بینش ها عوض شد، همه چیز عوض شد. مسلمان هم دقیقا همینطور بودن. خب مسلمان های اولیه اینها ابتدای امر به قول معروف یک سری بینش هایی داشتن، یک سری دغدغه هایی داشتن، یک سری چیزهایی داشتن، یک سری نیاز های تئولوژیک و اجتماعی و به قول معروف دینی داشتن که مختص همون دوره ابتدای صدر اسلام بود. یک سری بعد نیاز های دیگه ای بعدتر پیش اومد توی بعد اینکه اینها اومدن به قول معروف نصف دنیای شناخته شده اون روز رو فتح کردن، شدن به قول معروف مالکان بزرگترین امپراتوری که تاریخ تا به اون روز به خودش دیده بود. طبیعتا خب نیازهای شما، دغدغه های شما، بینش شما، همه چیز شما تحت تاثیر اون به قول معروف واقعیت جدید فرق می‌کنه. و خب این تفسیر زایده اون چارچوب تاریخی هستش، در حالی که قرآن زایده یک چارچوب تاریخی کاملا متفاوت که جان کلام کتاب اول ونزبروین بود که ما نیاییم از تفسیر برای فهم قرآن استفاده بکنیم. یه چیزی مثل همون تفسیر قرآن بالقرآنه که بعد این قرآنیون میگن، ولی خب با یک نگاه حالا آکادمیک به جای اینکه ما بیم نگاه چیز بکنیم، نگاه مذهبی به قضیه داشته باشیم. و جان کلامش توی کتاب دومش هم این بود که ما بیایم، یعنی چیزه، ما از بیوگرافی پیغمبر هم نمیتونیم برای فهم قرآن استفاده بکنیم، یعنی بیایم قرآن رو به عنوان مثلا بیوگرافی پیغمبر رو برداریم، چون خیلی از کارهایی که میشد مثلا کسایی که میخواستن روی قرآن کار بکنن توی ابتدای قرن بیستم حالا همون دوره ونزبرو میومدن چی کار میکردن؟ یک آیه از قرآن رو پیدا میکردن، میگفتن خب این آیه رو ما نمیفهمیم چی داره میگه، میخوایم تعبیر بکنیم، میگیم چی کار بکنیم، بریم سیره رو نگاه بکنیم ببینیم سیره در مورد زندگی پیغمبر چی به ما میگه. بعد مثلا سعی میکردم بگن آها ممکنه این آیه ارجاعی به فلان واقعه در زندگی پیغمبر باشه، من اینو اگر بیام در چارچوب اون بخونم بهتر میشه این رو فهمید. ونزبرو اومد در به قول معروف تاریخیت، بذارید بگیم تاریخیت، خیلی از اون مفاد به قول معروف سیره هم تشکیک کرد و این باید، یعنی اومد گفت که اون رو هم ما نمیتونیم خیلی، یعنی اون هم همونطور که تفسیر زایدی به قول معروف یک چارچوب تاریخی متفاوتی است، سیره هم همونطور هستش و ما نه قرآن سیره رو میتونیم برای فهم قرآن خیلی بهش اعتماد بکنیم و نه تفسیر. و این هم همزمان شد با اون چاپ کتاب هگریسم که اینا اومدن حالا یک کار جالبی انجام دادن توی اون کتاب. خب اون کتابی هستش که من گفتم که ونزبرو مثلا کارش یک بخشش حالا که مثلا گفته قرآن مال قرن 89 میلادی نمیشه، اون رو الان دیگه هیچ کس قبول نداره، قبول ندارتش، با حالا یک بخش دیگه از کارش بوده که هنوز ما الان بهش اعتقاد داریم، یعنی مثلا بیشتره کسایی که روی قرآن کار میکنن تو این دوره سعی میکنن حالا کمتر به تفسیر متکی باشن یا حالا از تفسیر استفاده هم میکنن، قرآن رو از لنز تفسیر مطالعه نکنن، از عینک تفسیر مطالعه نکنن. ولی اون هگریسم یا حالا اون هاجریسم
نکته جالب در موردش اینه که تقریبا هیچ کدوم از ادعایی که اونجا مطرح شد، منهای شاید یکی دو تا ادعای کوچیک‌تر از اون ادعای کلی اون کتاب، تقریبا کسی به اون صورت باور نداره بهش. و نکته جالبش اینه، حالا خیلی از افراد مثلا اون به قول معروف علت این که حالا کانه و کوک اومدن اون کتاب رو هم نوشتن، بعضا چیز میگن اشتباه میگن، چون خود اونها هم ادعایی نداشتن ما میخوایم به قول معروف واقعیت رو به شما بگیم، این واقعیت همونطور که اتفاق افتاد. این یک آزمایش ذهنی بود همونطور که خودشون تو مقدمه کتاب میگن، و یک مقدمه تاریخ نگارانه کرونه به کتاب دومش می نویسه، Slaves on Horses, The Evolution of the Islamic Polity، که کتابی بود که 3 سال بعد از این چاپ کرد، و توی اون یک مقدمه تاریخی داره، یک مقدمه تاریخ نگارانه که میاد متدولوژی خودش رو توی اون شرح میده، که حالا بگذاریم، من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، فقط خلاصه این دور عرض بکنم که هگریسم هم اومد چی کرد به ما، چیزی که به ما ثابت کرد این بود که ما یک سری منابعی داریم از سطر اسلام به زبانهای دیگه، حالا بعضی از اینا هم اونایی بود که بلازن هم بهشون یک اشاره کرده بود مختصر، ولی خیلی از اینها رو دیگه ما بعد اون کسی به اون صورت استفاده ازشون نکرده بود، یا حتی یک سری منابع جدیدی هم پیدا کردن و اینها، و بعد گفتن که این منابع هم خب خیلی چیزن، خیلی خوب هستن و خیلی هم به قول معروف وسیع گستردن و اطلاعات جدیدی به ما میدن، اینها هم یک تصویر متفاوتی هم بعضی نسبتا متفاوتی هم به ما میدن، خوبه که ما به اینها هم توجه بکنیم. و خب اول خب خیلی یک مقدار چیز شد، خیلی به قول معروف مردم نگاه منفی داشتن و گفتن نه و فلان و این حرفا، ولی آخر این حرف اینا جای پای باز کرد برای خودش، یعنی ملت اومدن شروع کردن و به قول معروف استفاده از این منابع دیدن، خب بالاخره مورخ ذاتش اینه که دنبال منابع بیشتر بگرده که بفهمه مثلا نقاط تاریخ رو روشن‌تر بکنه، بگه چه اتفاقی افتاد. و نتونستن خیلی هم با حتی بعضا شاید افرادی هم که خودشون هم میل قلبی به این کار نداشتن، نتونستن مقاومت بکنن در مقابل این به قول معروف وسوسه که بیایم از اون منابع هم استفاده بکنیم، و استفاده کردن این جا افتاد به مرور، که این به قول معروف اون میشه گفت پردایم شیفتی بود که توی دهه 70 میلادی اتفاق افتاد، یعنی استارتش توی دهه 70 میلادی خورد، و نقطه تکاملش رو میشه گفت نقطه تکامل پردایم شیفتی رو که هگریسم چیز کرد، کلیدش رو زد توی پایان‌نامه دکترای یکی از دانشجوهای خود کرونر، یعنی تقریبا تنها دانشجوی دکترای کرونر رابرت هویلند ما شاهد هستیم، که پایان‌نامه دکترای رابرت هویلند چیز بود دیگه، کلکسیون خیلی عظیم نزدیک به 1000 صفحه از تمام منابعی که به قول معروف خودش تونست توی اون چند سال حالا دوره دکتراش توی قالب یک پایان‌نامه دکترا پیدا بکنه که یک ارتباطی به چیز داشتن، یک ارتباطی یا حتی یک اشاره هرچند مختصری به تاریخ صدر اسلام داشتن و مال همون چند قرن اولیه بودن، یکی دو قرن اولیه بودن. خب یک دارالمعارف بسیار عظیم و معتبر و قابل توجهی هستش که بعدش به صورت کتاب تو 1997 میلادی چاپ شد. حالا رسیدیم به 1997. اگر باز حالا میخوای دایش جان جهت‌دهی بکنی به این بحث از اینجا به بعد، من در خدمتم. اگر نکته چیزی هست بفرمایید. خب من دیگه واقعا نمیخوام زیاد جهت بدم، ولی ما عملا تو این دوره دیگه داریم به آخر قرن 20 نزدیک میشیم. و یه اتفاق، یه شیفتی که اینجا اتفاق میفته اینه که آرام آرام ما مسلمان‌هایی داریم که از این کشورهای مسلمان اومدن بیرون، تعدادشون زیاد شده، اینا تحصیل کرده شدن، این دانشگاه‌های غربی درس خوندن و اینا خودشون شروع کردن به مطالعه خودشون و یه بخشی از این ادبیات آرام آرام داره تغییر میکنه. یعنی نه شما اون نگاه جدلی بیش از مدرنیته رو داری، نه اون نگاه اروپا محور از بالا به پایین قائل به اصل روشنگری رو داری، نه ظاهرتا آدمایی هن که دنبال پادشاهگرانه متقدم برن و اینا آروم آروم شروع کردن زیر سوال بردن این بخشی از این ادبیات. خب یه بخشی زیر البته حالا داریش شد این که فرمودی که حالا نگاه اون بالا به پایین دیگه وجود نداره، یک جورایی من بگم که هست، بله بله بلکه خیلی جا این هم به قول من از اون روزهایی که ما شاید یه روز دیگه باید بخوایم براش بالای منبر بریم، ولی بالاخره این چیز شده دیگه، مخاطب نسبت بهش آگاه تره الان. یعنی شما الان اگه من یه مثالی بزنم شاید از این حوزه بحث خارج میشه، اینو یه جایی
براین ترنر موقعی که داره روایت ماکس وبر رو از اسلام نقد میکنه، چقدر ماکس وبر روایتش اروپا محوره، چقدر مبتنی بر این یگانگی اروپا و منحصر به فرد بودن تجربه مدنیت در اروپا است، اونجا میگه که رفورمیست های جهان اسلام که ما از زمان سید جمال اسلام‌آبادی گرفته تا رفورمیست های امروزی یا بعدتر اونایی که به اسم رفورمیست شناخته میشن، اینها هم به شدت متأثر از همین روایت اورینتالیستی که قائل به نگاه به اصطلاح منحصر به فرد بودن و خاص بودن اروپا بود داشتن. حالا ببین، این سوال مهمیه که الان بعد از اینکه بالاخره این مطالعات انجام شده تو حوزه آکادمیک، ما یه بخشی از جامعه رو داریم یا یه بخشی از مسلمان‌ها رو داریم که اینا رفورمیستن، حالا شما اسمشون بذار روشنفکر دیندار دینی یا هر چیزی، و هنوز به گمان من یه بخشی از اینها از زیر سایه سنگین اورینتالیست بیرون نیامدن و همچنان نتونستن چیزی تولید کنن که بتونن به پای نوشته های اورینتالیستی برسه. اورینتالیستی رو من اینجا به معنای خونسا به کار میبرم، نه معنای مثبت نه معنای منفی. برای که مثال بزنم یه خورده ماجرا روشن بشه، مقصودم مثلا برنارد لوئیس نیست، مقصودم مثلا ماسینیونه که میاد اون مصائب حلاج رو می نویسه، ولهاوزن یا بلهاوزن، اصلا چیزی که به ذهن من الان میرسید دیگه. و ما هنوز فکر نمی کنم کم داشته باشیم کسانی که در این اندازه کتاب انتقادی بتونن تولید کنن. و از همه مهمتر، این سوال مهم اینه، از همه مهمتر شما کتابی بنویسی که بگی آقا اینایی که من گفتم اینا تئوریای منه، خب اینا حقیقت نیست. میدونی من از موضع دانای کل حرف نمیزنم، من از موضع متصل به دریای معرفت الهی صحبت نمی کنم. یه چیزایی گفتم، فردا ممکنه یه شواهدی پیدا بشه از لحاظ تاریخی که اینا رو نقض کنه. بذار کنار، من دست میکشم بس از این ادعایی که تا حالا کردم. یعنی به عبارت دقیقتر این ادعاها رو ابطال پذیر میکنه، سنجش پذیر میکنه، آزمون پذیر میکنه. اگر بخوای در حوزه اسلام شناسی از معاصرین به کسانی اشاره کنی که کارشون از حیث علمی و تاریخی چون این خصلتی داشته باشه و به عبارتی اپولوژتیک نباشه، توجیهگرانه نباشه و رویکرد خصمانه هم نداشت، خصمانه یعنی اسلام ستیزانه، همین چیزی که رسانه امروز بهش دامن میزنه، کیا رو میتونی نشون بدی یا بهشون اشاره کنی؟ والا حالا من یک نکته هم این وسط اضافه بکنم، اینه که حالا اون مثال خیلی گذرا بگم، اون چیزی هم فقط در مورد اسلام فرمودی که حالا نگاه ها بعضا قسمان هست بعضا چیزهای دیگه، ما هم با اقسام حالا نگاه رو میتونیم داشته باشیم. برای منی که خب خودم رو مبرخ میدونم و صرف هدف من، آره برای کسی که به حال معروف دلبستگی به اسلام داره، حالا ممکنه یک نگاه منفی به اسلام چیز بد حساب بشه، نگاه مثبت چیز خوب. برای منی که به عنوان مورخ فقط میخوام بدونم چه اتفاقی افتاد، چه نگاه مثبت میتونه آدم با یک مقدار بایاس بکنه که مثلا آدم یک مقدار چیز داشته باشه، یک مقدار بیش از حد مثبت ببینه اون چیزو و اینطور به این طریق از حقایق تاریخی مقفول بمونه، چون نگاه منفی یا این رو ما حتی توی چیز هم میبینیم. خب خیلی از اوقات اینها به خاطر همون نگاه دیدهای بیش از حد مثبتی که مثلا به تمدن یونانی رومی باستان دارن، حرفایی که دارم در مورد تمدن ها میزن اصلا هیچ به قول معروف باد هواست، اینطور بگیم. خب حرفایی که دارم مورد میزن باد هواست. و از طرف دیگه حالا باز بعضا مواردی پیش میاد که در مورد همون تمدن یونانی رومی هم وقتی دارن چیزی می نویسن باز نمیتونن اون، حتی نگاه منفی هم بعضا دارن و نمیتونن اون رو پنهان بکنن. یعنی مثلا میگن که آقا شما فلانی فلان فرزن امپراتور رومی اومده مثلا فلان به قول معروف اصلاحات اقتصادی رو به عمل بیاره و بعد خودشون نمیفهمن جریان چی بوده، فکر میکردن طرف نمیفهمیده اقتصاد چی بوده. خب مثلا اونا که 2000 سال پیش یا چه میفهمیده اقتصاد بوده، مثلا به زبان خودمون طرف خر بوده و اومده این کار رو بکنه اینا، بعد یه چیزی میگن که بعد واقع، در حالی که مشکل اصلی اینه که خود طرف ماهیت کار رو که فرد میخواسته بکنه نفهمیده. اینا مثلا یه چیزم دارم من بزنم، ولی خب نمیخوام الان مثال عینی هم دارم براش، یعنی ولی خب نمیخوام وارد اون جزئیاتی که بشم که خیلی دیگه خارج از حوزه ایده بحث میشه. اما در مورد این چیزی که فرمودی که در مورد حالا اسلام شناسی معاصر که حالا دغدغه‌های جدیدی اومده توش و اینها، این هم خب یک چیزی که کاملا صحیحه و کاملا هم برای ما قابل مشاهده است که ما حالا یک سری به قول معروف همون طور که دوره
به قول معروف قرن 19 هم ابتدای قرن 20 هم اینها یک سری مسائلی رو داشتیم، یک سری دغدغه‌ای رو داشتیم که یک جورای حادی کار اورینتالیست ها بوده، مثل حالا استعمارگری و مسائل مربوطه. تو این دوره ما یک سری مسائل دیگه ای داریم که ما این را نه تنها توی بعضا مسلمان هایی که حالا رو آوردن به مطالعه اسلام میبینیم، بلکه به کارهای غیر مسلمان ها هم بعضا میبینیم. یعنی میان یک چیزی مینویسن، یک به قول معروف روایتی از ظهور اسلام سعی میکنن به دست بدن که یک روایت خیلی مثلا یک پکیج خیلی زیبای تر تمیز مثلا گل بل بل مثلا چیزی هستش که به درد به قول معروف زندگی در به عنوان یک شهروند خیلی مثلا لیبرال، خیلی مالتی کالچورال، خیلی آدمی که به قول معروف نه تندرو و با تندروی مشکل داره، اینها مثلا توی جهان مثلا متمدن امروزی میخوره که نمونه بارزش من حالا اون چیزی که فرمودی که حالا اسم ببریم کیا اینطوری که اینطوری نیستن، حالا من خب باز میشه نظر شخصی خود من نمیخوام حالا مثلا چیز بکنم بگم که برای ملت یه کاتکیزم ایجاد بکنم یا حالا لیست ایجاد بکنم از کتب ممنوع مدل کلیسای لغان معروف و نوسته که آقا اینها رو بخونید، این کارهای این افراد رو بخونید، کارهای این افراد زاله است نخونید. ولی خب یک مثال خیلی بارزی رو که من میخوام بزنم که دیگه اثر من شمسه آقای هونکول هستش. خب میشناسید دیگه، مستحضر هستی. خب هونکول مورخی هستش که یعنی تخصصش خاورمیانه توی دوره مدرن هستش که من خاطرم نیست اصلا موضوع برنامه دکتراش چی بود، ولی خب من چیزی رو که مثلا همیشه هونکول رو بهش میشناختم این کتابی بود که در مورد قیام احمد رابی پاشا نوشته و خب که تاریخ مصر تو اواخر قرن 19 است، تاریخ سیاسی اجتماعی مصر تو اواخر قرن 19 است. بعد 11 سپتامبر های هونکول اومد شد چی؟ اومد به خاطر حالا اون وقایعی که اتفاق افتاد و اینها کار آکادمیک رو عملا ول کرد و شد کارشناس سیاسی در حوزه مسائل به خصوص خاورمیانه و مسائل روس که الان بیشتر وقت رو که میبینید صبح تا غروب داره مطلب مینویسه، هر روز یه حجم زیادی از مطلبم هر روز منتشر میکنه، وبلاگش هم که شما میخونید خب هر روز یک حجم بسیار عظیمی از مطلب رو میون وبلاگ منتشر میکنه، تحلیل سیاسی در مورد نقاط مختلف دنیا، آمریکا، خاورمیانه، جاهای دیگه. و بعد از این راه گذر حالا به خاطر وضعیتی که حالا مسلمان ها توی جهان غرب دارن امروز، خب کم هم نیست، مثلا فرانسه من نمیدونم الان چند میلیون مسلمان داریم، ما تو فرانسه چند درصد جمعیت اطلاع داری یا نه؟ میوت هستی داریش؟ نه نمیدونم اطلاع داری، ولی خب کم نیست. خب مثلا تو همین هلند هم ما فکر کنم بیشتر از 1 میلیون مسلمان داشته باشیم، حالا که مملکتی با 17 میلیون جمعیت خب نزدیک به شاید 10% جمعیت این کشور مسلمان باشه، یعنی جمعیت قابل توجهی شدن تو خیلی از این کشورهای غربی و اونقدر هستن که ما بخوایم شروع بکنیم به نگران شدن که آقا مثلا چیکار بکنیم، نه اینکه حالا مثلا اسلام خطرناک الزاما نمیخوایم مسلمان، بالاخره ما باید بتونیم تو جامعه کنار هم زندگی بکنیم، اختلافاتمون رو کنار بذاریم، به قول معروف شمای مسلمان، من مسیحی، اون آقای به قول معروف بی دین آتئیست و دیگران باید بتونیم تو یک جامعه کنار هم زندگی بکنیم. تعداد 9% جمعیت فرانسه مسلمان. چند درصد؟ 9%. 9%. خب هم. بعد اینها به قول معروف یعنی درصد آمار این جمعیت به قدری رسیدی که ما بخوایم دغدغه بشه برامون که چطور ما جامعه ایجاد کنیم که همه این افراد با همه این به قول معروف، چون یک مشکلی رو خب اروپایی‌ها با یهودی‌ها داشتن همیشه. خب که همیشه از قرون وسطا میگفتن آره ما حالا مثلا یک جامعه اکثریت مسیحی هستیم و فلان و اینا، تنها چیزی هم که اون وسط داشتن چیزی که نمی گنجید تو اون چارچوب خب یهودیا بودن که به خاطر همین هم بود که خب برخوردهای نژاد پرستانه میکردن با یهودیا مشکل داشتن و آخرش هم که ختم به هولوکاست شد و بعد هولوکاست حالا اومدن به این نتیجه رسیدن ای بابا مثلا ما میتونستیم از اول کنار هم دوستانه زندگی کنیم و این چه کاری بود اینا دیگه. بالاخره بعد اون اتفاقاتی که افتاد، یک جنگ جهانی، کشته شدن 6 میلیون نفر تو هولوکاست و 70 میلیون نفر تو جنگ و اینها، به این نتیجه رسیدن که نه به قول معروف ما این کار بد بود، کاری که کردیم بد. حالا همون داستان داره برای مسلمان ها تکرار میشه دوباره، حالا ما یهودی ها هم قبول کردن به عنوان عضوی از جامعه، حالا مثلا اومدن مسلمان ها چطور مال این همه به قول معروف افراد رو با این همه به قول معروف دیدگاه متفاوت توی یک جامعه بر پایه یک سری مشترکاتی که در هم بنشون
خب این دغدغه بزرگ هستش و دغدغه، حالا مثال خاصی هم که زدم وان کل به طور واضح این هستش، به خصوص در پی حوادثی که توی جهان غرب پیش اومد از 11 سپتامبر به این بعد و اومد بعدش، حالا همین 2017 بود یا 18 که یک کتابی منتشر کرد که دیگه عنوانش هم چیز دیگه مشخصه، پیغمبر صلح در عصر کلش آف سیویلایزیشن، برخورد تمدن ها. که خب اون کلش آف سیویلایزیشن دیگه سیویلایزیشن کلش بباشید، در عصر سیویلایزیشن کلش، برخورد تمدن ها، که اون سیویلایزیشن کلش اشاره خیلی به قول معروف واضح و آشکاری هستش با اون نظریه کلش آف سیویلایزیشن سامول هانتینگتون از یک طرف، و از طرف دیگه هم خب اون پیغمبر صلحی هم که داره میگه، خب اون هم یک نوع دیدگاه چیزی هستش دیگه. من نمیخوام بگم آقا پیغمبر اسلام آقا بد بود یا خوب بود، ما به قول معروف هیچ حرفی در اون مورد نداریم به عنوان یک مورد، من قضاوت اخلاقی رو میذارم برای بیرون دفترم. من الان که اینجا نشستم توی آفیسم به عنوان مورخ، مورخ قضاوت اخلاقی در مورد کسی نمیتونم بکنم. حالا اگر کاری پیغمبر کرده بد بوده خوب بوده، نمیدونم این آدم واقعا فرستاده خدا بوده نبوده، اینا به من مربوط نیست. قضاوت اخلاقی میمونه برای بیرون دفترم. هر وقت پامو گذاشتم بیرون دفترم میتونم بگم که آقا محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یا بگم نه آقا ولش کن، نه همه از داستان ما بریم به قول معروف آبجومونو بخوریم، زبان خودمونی بخوام بگم. بعد اینها میمونه برای بیرون آفیسم، داخل آفیسم من هیچ چیزی ندارم. ولی خب همین که شما میاد به عنوان آدم اصلا یک کتاب تاریخی منتشر میکنید که عنوانش مثلا میاد بدون هیچ به قول معروف این کالا صفتی بذارید و هیچ مثلا کم و زیادی بکنید و اینها، محمد ابن عبدالله رو پیغمبر صلح اعلام میکنید در عصر به قول معروف برخورد تمدن ها، این یعنی این میشه که شما یک یافت چیز دارید، یعنی مثلا میخواید درسی از اون داستان بگیرید که به درد مشکلات دنیای امروز ما بخوره. که این هستش که مثلا این نوع دغدغه ها ما الان میبینیم، یعنی اون اورینتالیسم رفته از در اون در خارج شده، خیلی از دغدغه های استعماری از در خارج شده، از این یکی در دغدغه های اینچنینی وارد شده. بعد و این مسئله هستش که ما الان توی چه مدار چه حالا توسط افرادی مثل حالا وان کول که خودشون به قول معروف، حالا من نمیخوام این رو اشاره بکنم که بعد حالا نمیخوام تئوری توته و اینها در بیاد، ولی خب شاید از نظر مذهبی و آنکل خودش بهایی نیست، حالا نمیخوام بگم نه هیچ تئوری توته ای میخوام چیز بکنم اینجا، نه هیچی، میخوام بگم که خودش فردی هستش که به عنوان یعنی در یک خانواده مسیحی بزرگ شده و بعدش هم با این بهاییت گرفته، یعنی مسلمان نیست. افرادی هم داریم که مسلمان هستن، من دیگه اینجا اسم نمیبرم، افرادی هم همکارانی هم داریم ما الان مسلمان هستن که ایده های مشابه دارن به دلایل کاملا مشابه، من فقط یک نفر رو مثال دارم، یعنی دیگه مسلمان و غیر مسلمان ندارن، ما همچین ترندی هست، همچین به قول معروف رحیافتی هست به تاریخ صدر اسلام که همچین دغدغه‌ای داره و در پاسخ به همچین دغدغه‌ای میاد همچین نگاهی رو به قول معروف داشته باش به تاریخ صدر اسلام. حالا از اینجا میخواستی وارد این بشیم که چطور میتونیم بفهمیم که حالا واقعا چه اتفاقی افتاده، یا حالا چطور میتونیم مثلا چقدر قابل اعتماد مثلا این چیزایی که حالا از کجا میتونیم این داستان ها، درسته؟ همین چیزی بود که فرمودی دیگه. ما حالا چقدر وقت داریم به نظرت؟ چون الان نزدیک 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم که بعد واگذار کنیم به مخاطبان. آره. احتمالاً حالا چیز پرسش و پاسخ هم اگر طولانی بشه جا خواهد داشت که حالا خیلی از این بحثا رو این پرسش و پاسخ هم مطرح کنم. خب این حالا مسئله ای که حالا این خودش به قول معروف یک چیز بسیار بزرگی هستش، مسئله بسیار بزرگی هستش که حالا مثلا وارد جهان اپیستمولوژی شدیم. آخر کار چیز آخر کار یعنی به قول معروف مراجع تقلید و به قول معروف اهل دین یه کاری که میکنن آخرش به قول معروف فتوایی صادر میکنن یا چیزی مینویسن، تهش مینویسن والله اعلم. خب ما یعنی به نظر من مورخ هم باید همین کار رو بکنه، آخر کار حالا حتی مورخی که به خدا هم اعتقاد نداره یه چیزی تو همین مایه ها به قول معروف در بیاره و آخر نوشته هاش رو همچین چیزی امضا بکنه، یا حداقل فرض رو بر این بذاریم حتی اگر مکتوب هم نمیشه اونجا، این توی ذهن داشته باشیم که آقا والله اعلم
در آره، حال آخه انقلاب. دو تا مدل نویسنده داریم. یه مدل نویسنده داریم که میگن والله اعلم، همون اول ابراز و فروتنی میکنن و نشون میدم که انسانن، آدم در درک انسانش ممکنه خطا کنه. یه عده آخرش مینویسن والله الحمدلله اولا و آخرا، یعنی خدا رو شکر که ما به چه معرفتی رسیدیم، دقیقا دو تا الحمدلله یه سه الان. چهار تا حکم ارتداد هم اون وسط صادر میکنن. حالا این چیزه، این به قول من باور شخصی من اینه که آقا ما ترکار، حالا چه مبرر چه حالا هم کسی دیگه، ترکار باید بیاد بگید والله اعلم. حالا من چیزه، من این را حالا نمیدم در جریان هستی یا نه، خود توی داریوش محمد پور رو میگم، داریوش جلال نمیدم شما در جریان هستی یا نه. من یه چیز ابتدای کار یک فیزیکی هم خوندم، حالا یک مدرک نصف کاری در فیزیک هم ما، یعنی یک درس نصف کاری توی فیزیک هم خوندیم، که آخر ما بعد سالها فیزیک خوندنم که فیزیک هم که اصطلاحا علم طبیعی و علم دقیقی هم هستش و اینا، به همین یک نتیجه مشابهی یعنی رسیدیم که یعنی خیلی از این حرفایی که تو فیزیک هم میزنیم، ما وقتی میریم وارد حالا مثلا توی فیزیک، علم فیزیک، به ما میگن که خب اینها دقیق هستش، یا دقیق هم که نه، یعنی جاهایی که به قول معروف احتمال به ما به دست میده و بحث آماری هستش و اینها فقط احتمالات رو به دست ما میده، باز هم وقتی به اون وارد حیطه اپیستمولوژی و فلسفه علم میشیم، اونجا میبینیم که باز همه اینها چیز هستش، همه اینها یک جورهایی تهش باید بگیم والله اعلم. بعد تو تاریخ هم همینه به نظر من، ما ته کار باید بگیم والله اعلم و نمیشه با قطعیت حرف بزنیم. ولی من به عنوان چیزی که حالا خودم دارم به قول معروف، یعنی اعتقاد شخصی منه، خب اعتقاد شخصی حالا نه فقط من، یک جورایی به قول معروف ما اگر کل این کورس به قول معروف روند تحول علم تاریخ رو از فون رانکه بخوایم به حساب بکنیم توی قرن 18، اواخر قرن 18 ابتدای قرن 19 میلادی، حالا بنیانگذار مکتب پوزیتیویسم بوده، تا برسیم به قول معروف به هیدن وایتی که حالا همین 40 سال پیش به قول معروف می نوشت، هیدن وایت اگر اشتباه نکنم 2 سال پیش بود، شد 3 سال الان 2018 بود اگر اشتباه نکنم، تا برسیم به این هیدن وایت، کلیت اینا رو که کنار هم بذاریم، این تحولاتی که صورت گرفت، به نظر من ما هنوز یعنی قادر هستیم یک سری حرفایی بزنیم در مورد اینکه، یعنی دیگه بالاخره کار ماست دیگه، اگر این حرفا رو نزنیم نمیتونیم جون بخوریم. باید یعنی یک حرفی بزنیم در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد. ولی خب من با توجه به همه اینها میگم که ما یک چیز حد بینابینی هم داریم، یعنی مثلا فون رانکه که به حال معروف میمد رج میزه، همه این چیزا رو کنار هم میذاشت، میگفت آقا یه چیز ما از اینجا داریم، یه چیز از اونجا، اینا رو کنار هم میذاریم، میشه به قول معروف تاریخ ما. و همین رو هم ما تو مطالعه صدر اسلام داشتیم. حالا مثلا مثال شاید مونتگومری واتی که من به قول معروف بهش اشاره کردم مثال بهتری، مثال داریم هنوز هم بعضا افرادی که میخوان همین کار رو بکنن، یه اینها به قول معروف نسلشون در حال انقراضه، ولی هنوز تک و توک هستن افرادی که میگن ما برداریم بالا از زلزمه ایم که خیلی به قول معروف فحش خود سر این داستان، یه بخشش به خاطر همین بود که کلی به قول معروف اومد فلسفه بافت و حرف زد و بالا و پایین کرد که آخرش بیاد بگه که نه ما میتونیم چیز بکنیم، هر منابع کلا همه رو کنار هم بذاریم، هر چی که همینا میگن عیناً برداریم بگیم این تاریخ بود. و اما خب تعداد اینها خیلی کمه، افرادی که همچین اعتقادی دارن الان خیلی کمه. کلیت حرفی که من میخوام بزنم اینه که خب یک به قول معروف دیدگاه افراطی این ور هست، یک دیدگاه افراطی اون ور، که حالا مثلا چیز کار نتیجه ای که از کار هیدن وایت گرفتن، یعنی این حرف خود هیدن وایت هم نبود، نتیجه ای که از کار هیدن وایت گرفتن این بود که ما به قول معروف یعنی نمیتونیم هیچ حرفی در مورد گذشته بزنیم، همه اینا برساخته استش، بندازیم دور، فقط بیم تاریخ نگاری رو مطالعه بکنیم، یعنی چطور نراتیو ساخته میشه، چطور روایت ساخته میشه، روایت تاریخی چطور ساخته میشه، عوض اینکه بتونیم عوض اینکه بیایم بگیم چه اتفاقی افتاد. از نظر شخص من ما میتونیم دوتای این رهیافتا رو با هم ترکیب بکنیم و به یک دیدگاه سومی برسیم، و اون هم اینه که ما اول بیایم از اون به قول معروف تحولاتی که به قول معروف توی مطالعه روایت اتفاق افتاد، تحولاتی که حالا آغازگرش هیدن وایت و دیگه هم بودن توی علم تاریخ، بیایم از نتایج کارهای اونا استفاده بکنیم، ببینیم که به قول معروف ما روایت تاریخی چطور ساخته میشه، که
اگر بتونیم این چیز رو، اگر بتونیم این یافته های اونا رو خوب به کار ببندیم توی مطالعه روایات تاریخی که خودمون داریم برای حوزه کاری خودمون، میتونیم اینها رو دیکانستراکت بکنیم، اینها رو، این روایت بزرگی رو که داریم، نراتیوی رو که داریم، تیکه تیکه بکنیم به مؤلفه های سازندش. و بعد این مؤلفه های سازندش دقیقا مثل چیزه، یعنی مثل دقیقا بندایی میمونه، یعنی دقیقا مثالی که حالا تصویر ذهنی که من تو ذهنم دارم دقیقا همینه که ما آروم آروم بیایم سنگای یه خونه رو جدا بکنیم، سنگا رو بذاریم کنار، سنگای سالم بمونه، بعد دوباره بیایم با این سنگای یه خونه دیگه به یه شکل دیگه ای بچینیم. وقتی اینا رو تقسیم کردیم به مؤلفات سازنده، اون موقع یک راهی برای ما میمونه، یعنی مؤلفات سازنده رو دوباره میتونیم بیایم نگاه بکنیم، به قول معروف سورس‌های دیگر رو، منابع به قول معروف باستان شناختی رو، کتیبه، پاپیروس، چیزهای دیگه، همه اینا رو کنار هم بذاریم و دوباره اینها رو با هم ترکیب بکنیم، با یک دید جدیدی به اینها نگاه بکنیم و اینها با اون المان‌هایی رو هم که فکر می‌کنیم ما الان ممکنه چیز بوده باشه، آثاری هستش که به قول معروف تو اون فرآیند ساخت روایت وارد این چیز شده، وارد این روایت ما شده، اونها رو اگر بریزیم دور، باز یک سری راه‌هایی برای ما باقی میمونه که ما بعد همه این کارها و اضافه کردن یک سری حالا مساله و حذف کردن یک سری به قول معروف خورده ریزه ها بتونیم بیاریم یک روایت جدیدی رو مبتنی بر اون دیکانستراکشن ما دوباره چی به قول معروف به دست بدیم. که این به نظر من یکی از کارهایی که میتونه حالا حداقل با توجه به این مسیر درازی که ما اومدیم، چه به قول معروف توی مطالعه اپیستمولوژی، چه مطالعه علم تاریخ و چه به قول معروف توی اسلام شناسی، مسیر درازی رو که اومدیم، این رو ما میتونیم به قول معروف با من، یعنی من به نظر من نتیجه که من از کل این سیر تحول چند صد ساله‌ای که حالا خلاصه‌شم توی این یک ساعت، یک ساعت و نیم گذشته ما بیان کردیم، میتونم به اینجا برسم، نتیجه‌ای که من از و حالا یکی از نمونه‌های جالبی هم که حالا بیرون اومده، خب جدیداً چاپ شده، همین کتاب آقای شان آنتونی هستش که یک به قول معروف مطالعه غیر پوزیتیویستی، یعنی غیر پوزیتیویستی به این معنی که نمیخواد به ما بگه چه اتفاقی افتاد، میخواد به ما بگه بیوگرافی پیغمبر چطور نوشته شد، چطور شد که مثلا مسلمان‌ها به این نتیجه رسیدن که این بیوگرافی باید اینطور نوشته بشه. و خب هر سورسی هم که به دستش رسیده استفاده کرده، حالا چه به قول معروف یونانی بوده، چه لاتین بوده، چه سوریانی بوده، چه چیز دیگه بوده، چه سود منبع ادبی بوده، چه کتیبه بوده، چه پاپیروس. کتاب جالبی هستش، بد نیست که حالا این کتاب رو دوستان بخونن، حتی اگر ترجمه هم بشه به فارسی، یعنی آخرش، یعنی از این کتابایی هستش که اگر برسیم به آخر کار میمونیم که ممکن سوال اولی که به ذهن بیاد، یعنی صفحه آخر کتابو که میخونید میبندید، خب که چی شد؟ پس بالاخره چی شد؟ سوال اولی که به لحظه همون لحظه پایان به ذهن ما میاد اینه که خب بالاخره چی شد؟ چون حرف جدیدی به ما نمیزنه، مدعی نیست که میخواد حرف جدیدی به ما بزنه، بگه که داستان چی بود. نمیخواد بگه داستان چی بود، میخواد بگه که این داستانی که ما به ما گفتن داستان این بود، این داستانی که ساخته شد چطور خودش ساخته شد، و این داستانی که ساخته شده خود این داستان چی میخواد به ما بگه. خب چون یه لایه چیز هستش، یه لایه رویی که ما داستان رو میبینیم، یک سری پیامی هست که توی اون بطن اون داستان مخفی، که این میخواد اون چیز رو بکنه، اون پیام مخفی توی بطن داستان رو آشکار بکنه، و اینکه چرا همچین پیامی توی بطن داستان مخفی شد. حالا ما وقتمون رو به پایانه، ولی من یه سوالی میخواستم بپرسم اینجا و همین صحبت من اینجا تموم شد. اگه باز موردی از اینجا به بعد باز صحبت رو باز میکنیم به سمت پرسش و پاسخ. برای اون دوستانی که در اینجا حاضرن، در زوم حاضرن، دوباره یادآوری میکنم که به قسمت Q&A برید، سوالتون رو بنویسید و من دست رو بالا کنید، من میبینم و میکروفون رو باز میکنم که بپرسید. و سوال اول بنده خودم میپرسم. ببینید، اون موقعی که میگیم فرض کنید ما داریم درباره یه واقعی تاریخی یا شخصیت تاریخی در زمان گذشته حرف میزنیم که منابع تاریخی کافی درباره‌اش نداریم، یا تقریبا به طور کامل منابع تاریخی درباره او مفقوده. یعنی شما یه سری چیزایی رو با چیز شنیدی، به روایت شفاهی مثلا دو نسل بعد شنیدن، مثل یه بخش مهمی از زندگی پیغمبر دیگه، که در زمان خودش کسی کتاب ننوشته، اثر موجودی اثر قابل اعتنایی در اون زمان وجود نداره و تو دورهای بعدی نمی نویسن. شما این مورخ موقعی که نمی نویسید، اولا که چه راهی دارید؟ تا ابد میتونید بگید آقا چون
سند موجود دربارش نیست، ما اصلا هیچ چی نمیتونیم نفیان یا اثباتاً درباره او بگیم. یا موقعی که یه تصویری از او ساخته شده، شما آمدیم و گفتی آقا من این تصویر تو کت من نمیره، اگه بخوای این تصویر رو عوض کنی شما چه جوری عوض میکنی؟ بالاخره شما دارید میگی که فرض بر اینه که بالاخره اون آدمی که دربارش گذشته، یا مشخص پیغمبرم نمیگم، یه 400 سال پیش، خب شما یه اتفاقی افتاده شاهد نداری، چیکار میکنی با این واقعه؟ کلا میگی آقا تصمیم بالا به من ربطی نداره و همینه که هست. حالا تا موقعی که حالا پیدا بشه فعلا باید سکوت کنیم دربارش، که خب بدیه مورخی نمیگه دیگه. ولی توی جایی مثل بین مسلمون ها و خارج از اون، بیرون از اون، جایی که منافع اقتصادی، منافع سیاسی و منافع مختلف که جوامع مسلمون دارن پاش به میون میاد، دیگه شما به این راحتی نمیتونی بگی آقا به من ربط نداره. اونجا پای هست و نیست یه آدم در میونه، که اونجا شما کجا میایستی؟ این مورخ ما چیکار میتونه بکنه تو این زمینه؟ والا سوال جالبیه. خب یک زمانی هست که حالا اینکه فرمودی که حالا مثلا ما یک سری منابعی داریم که حالا به قول ما شفاهی نقل شده، مثلا خیلی از منابع در مورد زندگی پیغمبر و اینا، اینکه خب یه چیزی هست وقتی که ما میگیم که حالا باز یک سری اطلاعاتی داریم، یعنی حالا بد یا خوب یه سری چیزایی میدیم، اینکه هیچی وجود نداره یا مفقود نیست. اما یک سری مواردی هم هست که ما واقعا هیچی نمیدونیم، یعنی یک اسمی شنیدیم، یک کلیاتی شنیدیم، هیچ جزئیاتی نداریم که در مورد اون نمیشه حرف. اما یک زمانی هست در مورد حالا مثل خود پیغمبر ما یک سری کیسایی داریم که حالا معاصر، مثلا بیوگرافی های معاصر نداریم با اون صورت نمیشه، یعنی چیزی رو اسمش گذاشت بیوگرافی معاصر نمیشه، به قول معروف حرفی در مورد مثلا چیزه، یعنی با استفاده از منابع، یعنی تک و توک ما یک چیزایی داریم که یک سری کلیاتی میگن. خب مثلا ما یک منبعی داریم به اسم تکستی داریم به زبان یونانی به اسم دکترینا یاکوبی نوپر بپتیزاتی، یعنی تعالیمه یعقوب، یا همون به قول معروف اسم یونانیش که به صورت عبریش میشه یعقوب، یا همون عربیش یعقوب، تعالیم یعقوب تازه تعمید داده شده. حالا کار نداره مال داستان چیه و فلان و اینا، قهرمان داستان یا حالا نریتور داستان، راوی داستان یک به قول معروف یهودی هستش که به زور چیز شده، به زور مجبور به گرفتش به مسیحیت شده توی دوره هرکلیوس امپراتور روم که حالا معاصر پیغمبر اسلام بود. و بعد این تو آخرهای این داستان خیلی بلند و خسته کننده ای هم کاری نداریم، چون بیشترش چیزه، بیشترش استدلالات برای اثبات اینه که مسیحیت آیین درسته، استدلالاتی هم که در مقابل چیزه، برای در مقابل یهودیت میاره اینا. و بعد این تو اون آخرهاش یک اشاره کوچیکی به چیز میکنه، به ظهور اسلام و پیغمبر اسلام. حالا منم یه مقاله در دستچاپ در این مورد دارم اینها. حالا معمولا میگن این به قول معروف سورس مال چیزه، مال همون دهه در واقع دوم بعد هجرت، یعنی مثلا حتی معاصر چیزه، یعنی بعضن تاریخایی که براش میذارن، یعنی اواخر خلافت ابوبکر مال یا همزمان با خلافت عمر هستش، یعنی اولی موج فتوحات اسلامی توی منطقه فلسطین ها همزمان با اون. حالا من نظرم مخالف بوده، گفتم این احتمالاً نه، یه مقدار متأخرتر اونها که کاری به اینها نداره، حالا نمیخوام وارد اون جزئیات داستان بشم، یعنی همچین چیزی رو ولی به هر حال ما داریم که یک سری اطلاعات رو، حالا چه، حالا بعضی‌ها میگن اطلاعات دست اول بوده، من اومدم یه سری استدلالاتی کردم، گفتم که حالا شاید نامحتمل نیست که این اصلا اطلاعاتش دست اول نباشه بلکه دست دوم باشه. خب و ولی خب باز یک چیز رو ما داریم اینجا، یعنی باز میتونیم بگیم که این اطلاعات دست دومه، از کجا میتونسته بیاد، از کجا ممکن بوده بیاد، از کجا ممکن نبوده بیاد، که حالا چیزایی که من تو مقالم بحث میکنم. و میتونیم هم بگیم که در به قول معروف نهایت میتونیم این رو هم بگیم که این به قول معروف واقعا، یعنی مثلا تغذیه چی میفهمی، یعنی یه چیزی هم که میتونیم چیز بکنیم، یه چیزی هم که بعدش، حالا این چیزی که خودمون میتونیم در موردش فکر کنیم، این چیزی که به ما میگه خب یک سری چیزایی رو تایید میکنه. خب یعنی مثلا ما میتونیم چیز بکنیم، میتونیم به قول معروف به این نتیجه برسیم که اگر همچین منابعی وجود داره توی این همه به قول معروف زبانهای مختلف از به قول معروف گروههای مذهبی مختلف نوشته شده توسط گروههای مختلف مذهبی مختلف و جوامع مذهبی مختلف، اینها این بالاخره نشون میده که خب فردی به اسم محمد حقیقت تاریخی داشته.
خب یک سری حالا مثلا این قضیه هم که حالا به قول معروف یک سری افرادی بودن که پیروان این آدم بودن که حالا دهه دوم هجرت، دهه 630 میلادی، اینها وارد منطقه فلسطین شدن و شروع کردن به جنگیدن و اینها، یک همچین چیزی هم وجود داشته. و اینها به قول معروف اون چیزهایی هستش که ما میتونیم در مورد اینها یک سری حرفایی هستش که بعد حالا این همه حلاجی منابعی که هیچ کدوم هم به قول معروف نه شاهدان چیز بودن اون حالا زندگی اون فرد بودن، نه به قول معروف دوست رفیقاش بودن حالا به زبان عامیانه به زبان ساده، نه اینکه بیوگرافی های معاصر هستن، حالا باز با اتکا به اینها میشه یک سری حرفایی رو زد، ولی خب تهش باید بذارم همون والله اعلم، یعنی حرف خاصی نمیشه زد، با قطعیت کامل نمیشه گفت، ولی خب یک سری حرفایی میشه زد. یک سری منابع دیگه هم دارم که خب ما مال دوره های بدترن، بعد مثل همین منابع عربی خودمون نمیدونم این سیره و مغازی و فلان اینهایی که داریم، و این روایت رو هم خب اینها هم به گونه های مختلف میشه علاجی کرد، یعنی یک سری روایت هستن مثل همین کار آقای آنتونی و دیگران که میان اینها رو از دید چیز علاجی میکنن، یعنی از دید ادبی نقد ادبی علاجی میکنن که ببینن حالا این روایتی که ما اینجا داریم چطور ساخته شده، چطور میشه این رو دیکانستراکت کرد، خب به مؤلفه های سازندش به قول معروف این رو شکوند. از طرف دیگه هم ما یک سری به قول معروف رهیافتای دیگه ای داریم که خب اینها هم تو ایران یک مقدار شناخته شده تر، افرادی مثل هارالد مالتی، نمیدونم گرگور شولر و اندریاس کورکو و دیگران که اینها اومدن مثلا یک سری رهیافتای جدیدی رو، یعنی متدولوژی های جدیدی رو ابداع کردن که میان به قول معروف روایت اسلامی رو کنار هم میذارن، حجم زیادی از روایت با اسنادهای اینا راویان اینا، اون سلسله راویان اینا رو اینا رو بعد آنالیز میکنن متن این احادیث رو با به همراه به قول معروف و روات اینها، و بعد مثلا به این نتیجه میرسن که آقا این از کجا اومده، کجا نیومده، چطوری در اومده، چطوری در نیومده، و خب این ما رو میتونه یه پله عقب‌تر ببره. یعنی مثلا ما اگر ابن اسحاقی داریم که متولد اولوش 150 نمیدونم 7 هجری درسته، ببخشید متوفی 157 هجری هستش، اولوش حالا هم مواقع اگر تاریخ دقیقش هم اشتباه میکنم، به قول معروف این بالاخره یک سورس هایی داشته، ما حالا مثلا یک محمد ابن راشدی داشتیم که متوفی همون دوره بوده، یک به قول معروف ابن رساقی داشتیم که متوفی همون دوره بوده، یک افراد دیگه ای داشتیم که حالا یه نسل یا دو نسل بدتر بودن مثل واقدی و دیگران، و همه اینها رو اگر ما بیم جمع بکنیم، حالا روایتی رو که از افراد مختلف اینا میارن و بعد طبری و امثال هم که بدتر بودن اینا رو حلاجی بکنیم و آنالیز بکنیم، میتونیم مثلا برسیم به یک چیزی، به یک کلیتی، حالا مثلا جزئیات خب دقیق رو چون به قول معروف اون اصل اون نوشته های اون آدم دیگه به قول معروف موجود نیست، اون رو نمیشه در موردش حرف بزنیم، ولی خب میتونیم یک کلیتی به دست بدیم از حرفایی که به فرزن ابن شهاب الزهری که متولد متوفی 124 هجری هستش این حرف رو کلیت این حرفا برمیگرده به یک ربع قرن، نه کمتر، این به کلیت این حرفا برمیگرده به اواخر دوره اومد، یعنی ما اینجا الان یک پله اومدیم عقب‌تر تا اواخر دوره اومد، اینها افرادی هستن که خب دو نسل با پیغمبر فاصله دارن با زمان حیات پیغمبر. خب حالا اینطوری هم نیست که دقیقاً حالا ما برگردیم مثلا آقا اگر دو نسل تونستیم برگردیم باز از اینجا عقب‌تر دیگه می‌دونیم چه اتفاقی افتادن، نه، چون همونطوری که اشاره کردم تصورات افراد ما یک حتما حالا ما همه دوستان دیدن، ما هم دیدیم اینا رو، چیزایی که جای مختلف بوده و اینا، روایات یک آدم، یعنی اون بازخوانی یک آدم، بازخوانی ذهنی آدم از یک واقعه به مرور زمان هم تغییر میکنه، این یه فرد آدم. یک فرد، خب شما تصوری که در مورد یک واقعه تو لحظه اتفاق دارید با چند بار میاد خونه میشینید فکر میکنید اینا، ممکنه یک تصویر کاملا متفاوتی به نظر برسه. حالا روایت مثالی هم که زدم، حالا انقلاب ایران بود، روایتی که خود انقلابی ها اگر از وقایع سال 57 همون سال 57 میکردن خیلی متفاوته با روایتی که الان از وقایع سال 57 میکنن. خب به دلایل آشکار و واضح اگر برید مثلا پای حرف اصلاح طلبای سال به قول معروف 59 بشینید یه حرف کاملا متفاوتی میزدن با حرف اصلاح طلبای الان، به دلایل آشکار و واضح، و حالا دیگران مجاهدینی های سال 50 مثلا دو هم ممکنه حرفاشون خیلی متفاوت باشه الان، و حالا اصولگرا هر کسی هر کاری ندارن،
به دلایل واضح و آشکار. این هم همینطور نمیشه 100% گفت اگر ما حالا اومدیم دو نسل قبل از پیغمبر، آقا دیگه کار مثلا دو نسل بعد پیغمبر دیگه راه زیادی نمونده، یه دو نسل دیگه بریم عقب. نه اینطور مکانیکی هم نیست، ولی خب میشه با اطمینان گفت که حالا ما بعد به قول معروف هولوش 50 سال 40 سال کار به قول معروف مشقت بار الان به جایی رسیدیم که میتونیم حداقل بگیم که ما میدونیم کلیت تصویری که مردم توی به قول معروف نیمه اول قرن اول هجری از زندگی فردی به اسم محمد ابن عبدالله که 100 سال قبل‌تر میزیسته داشتن چیه؟ این چیزی که ما میتونیم بگیم با یه والله اعلم تهش. خب من فکر میکنم که الان اگر دوستان اگر سوالی دارن سوالشون رو یا دستشون رو بلند کنن یا سوالشون رو بپرسن. اینجا دوستانی که در فیسبوک ما رو دیدند، من الان نمیتونم همزمان برم سراغ سوالاتی که در فیسبوک هست، لذا همونجوری که قبلا اعلام کرده بودیم اگر میتونستید در زوم به ما پیوندید میشد سوالات رو اینجا بپرسید، ولی برای اونهایی که بعداً میخوان این دنبال کنن برنامه ضبط میشه و این رو در یوتیوب هم آپلود خواهیم کرد و میتونید اگر علاقه داشتید ادامه صحبت ها رو آنجا ببینید. خب ظاهراً دستی بالا نیست، همه مسئله ها حل است، همه چیز همه میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا وکنا لولا ان هدانا الله، همه هدایت شدم خدا، همه هدایت شدم خدا. خیلی خوب. خب ما برنامه ما نزدیک 1 ساعت و 45 دقیقه طول کشید. خیلی متشکرم از مهدی شاددل که قبول زحمت کرد و یه سوالی اینجا هست در چت، گفتن نام کتابی که آقای دکتر توصیه کردن در آخر چه بود؟ اواخر صحبت بذارید من خب همینجا بنویسم که الله اجازه بده من یه نگاهی بندازم که محصه چیز کتاب آقای آنتونی رو میفرمایید دیگه، شان آنتونیز بوک، آره کتاب شان آنتونی، آره بعد من این رو دقیقا کپی بکنم که اشتباه نکنم که بعد چیز بشه بعد دوستان نتونم پیداش بکنن. کتاب شما انتونی نمیدونم ترجمه شده به چیز، نه هنوز نشده چون تازه هم چاپ شده 2020. بعد محمد and the Empires of Faith The Making of the Prophet of Islam این عنوان کاملش هست. بعد یه سوال هم دیگه اینجا دارید، ادعای اخیر دکتر سروش درباره زندگی رسول الله نظری دارید یا نه؟ من اصلا چیزه جزئیاتش رو خود جناب آقای داریش خان برای من توضیح داده، من در جریان حتی اون سخنرانی هم نبود والا، ولی خب صحبت هایی که ایشون میکنن معمولا یک مقدار بیشتر چیزه، بیشتر صحبت های حالا غیر اکادمیک هستش، یعنی مثلا دیدگاهی که ایشون دارن بیشتر خب دنبال این هستن که خب یک تئولوژی جدیدی بسازن برای اسلام. خب میشه این رو حالا یک دیدگاه چیز بهش داشت، حالا به عنوان کسی مورخ دوره معاصر که روی اسلام دوره معاصر کار میکنه میتونه اظهاراتی در این مورد بکنه، ولی خب برای من مورخ من ترجیح میدم که برم همون سیر و مغازی رو بخونم و منابع معاصر رو بخونم ببینم اونها چی دارم میگم و اونها رو چطور میشه علمان چی کرد، تا اینکه بخوام به قول معروف روی حرفای آقای سروش متمرکز باشم. نه اینکه نمیگم که حالا ایشون بدن یا حالا فلان و بهمان، نه هیچ چیزی، فقط این رو دارم. یه بار دیگه من اسم کتاب رو اینجا عرض شود اعلام کنم، دوباره بخونم، شان انتونی، محمد and the empires of faith the making of the prophet of islam، این کتاب شان انتونی بود، در قسمت چت همینجا نوشته شده بود، برای پنلیست ها نوشته بود، به همین دلیل دیده نمیشد چون با پارتیسیپنت ها باید میدیدن. آها اون چیز بوده باز خانم مهناز جعفری سوال دارن، من میکروفون رو باز میکنم که خودشون بپرسن، اگر خودتون رو آنمیوت کنید میتونید سوال رو مستقیم بپرسید. صدای ما رو اگر دارید بفرمایید. میوت هستن ایشون فکر کنم همچنان.
نوشتن اینجا در قسمت آخر صحبت های شما اشاره کردید به تفاوت فهم روایت تاریخی به لحاظ محتوایی و فهم چگونگی تکوین آن روایت. چند تا سوال البته اینجا هست داریشن. یه بالاتر هم یکی دو تا سوال هستش. بعد اون سوال دکتر سروش یک سوالی هست، من بذارید این مطالعات وسیعی که انجام شده در حوزه اسلام، اوضاع مسلمین چرا بهتر نشده؟ آسیب شناسیش چیه؟ حالا اوضاع مسلمین منظور اوضاع سیاسی اجتماعی به قول معروف کشور اسلامی هستش، یا اوضاع به قول معروف دانشگاهی کشور اسلامی که حالا توی حوزه اسلام شناسی کار میکنن اینها، این رو یک مقدار مشخص. اگه مورد اولی که والا اون تخصص من نیست که من بتونم بگم چرا مسلمین هنوز به قول معروف کشورهای اسلامی مقدار بعضی موارد عقب موندن و اینا، ولی خب در مورد چیز اگر بحث اسلام شناسی خب مسائل به قول معروف مشکلات و اینها خیلی زیاده و یک مشکل اصلی که هست اینه که ما همچنان میخوایم چیز بکنیم، همچنان میخوایم بحث جدلی بکنیم و تا وقتی که ما بحثمون بحث جدلی و به قول معروف یا حالا از یک طرف که حالا ما میخوایم چیز بکنیم، حالا دفاع بکنیم از اون خانش سنتی از به قول معروف اسلام، یا حالا اونهایی که به قول معروف مجدد هستن میخوان یک خانش به قول معروف جدیدتری از ظهور اسلام ارائه بدن، یک مقدار اون به قول معروف چیزها تا وقتی که دخیل هستش، تا اون دغدغه های امروزی تا وقتی که دخیل هستش مطالعه آکادمیک درست نمیشه انجام داد. حالا خلاصه من عرض کنم و یک سوال دیگه هم مثلا که اینجاست، دقیقا آیا در جایگاه یک مورخ قبول میکنید پیامبر یک عارف مسلح بود؟ مسلح که خب درست هستش، ما میدونیم که خب ایشون درگیر جنگ هایی شدن و اینها یکی دوتا هم نبوده، زیاد بوده، اما عارف بودن رو بستگی داره، عارف رو حالا ما به چه تعبیری مثلا ازش چیز بکنیم، چه تعبیری از کلمه عارف داشته باشیم. اگر حالا مثلا صوفی مسلک حالا با اون معنی جدید یعنی به معنی متأخرتر کلمه که حالا مثلا یک سری گروهی داشته به اسم متصوفه و اینها، حالا عارف به اون مفهوم نه، حالا تصوف یک حرکتی که بعدتر پیش اومد، اما حالا عارف به عنوان کسی که دغدغه دین داشته و دیندار بوده، خب این هم که مشخصه. حالا اگر یک مقدار مشخص‌تر بفرمایید که منظور از عارف اینجا چیه ممنون میشه. حالا اون سوالی که داشتی داریشون میخوندی فکر کنم این بود، در قسمت آخر صحبت‌های شما اشاره کردید به تفاوت فهم رهیافت تاریخی به لحاظ محتوایی و فهم چگونگی تکوین آن روایت، اشاره بکنم این اشاره نمودی هستش به تفهیم مؤلف های ساختاری روایت بیشتر. لطفا میکروفون بدید، اشتباه تایپی زیاده. اگر حالا ایشون چیز بکنم برمیگردیم بین آخرین سوالی که اینجا پرسیدن، پیامبر برای پیشبرد هدف خود به قدرت متوسل شد، ایمان را به قدرت پیش برد، در ادامه سوال قبلی. آها خب، یعنی پیامبر برای پیش برد هدف خود به قدرت ایمان را با قدرت پیش برد، به قدرت به حال اتفاقی بود که افتاد. حالا پیغمبر چه میخواست متوسل بشه یا نشه، واقعیتش این هستش که پیغمبر به قول معروف تا انتهای دوره حیاتش شد حاکم مدینه و قدرت سیاسی را هم در مدینه به دست گرفت. حالا اینکه ایمان رو با قدرت پیش برد نمیشه گفت، سخته، اما طبیعتا میشه تصور کرد. خب یک سری افرادی هم این وسط به قول معروف شکست خوردن، ناچار شدن به تن دادن به قول معروف پیام پیغمبر، ولی حالا اینکه حالا نیت پیغمبر هم همچین چیزی بود یا نه، ما نیت خانی که نمیتونیم بکنیم، ولی خب چیزی که ما میدونیم این هستش که بعد پیغمبر تا اواخر عمرش تبدیل شد به یک به قول معروف حکمران سیاسی. حالا یکی از دوستان هم مثل اینکه چیز شد میکروفون کار کرد یا نه؟ نه گویا خودشون دیگه نیستن زارن سال اونجا یه جایی هم مثل اینکه شاید اینترنتشون مشکل داشته. آره. خب اگر سوال دیگری نیست دوباره کانکت شدن. آره دوباره کانکت شد. خب بسیار گویا داره صدای میکروفون شد. یکی دو دقیقه دیگه فکر کنم صبر کنیم. ببخشید. سلام. بله بله بله. عذر میخوام، من چون از فیسبوک لایو فیسبوک به شما وصل شده بودم، وقتی که
اکسس میکروفون زوم اومدم روشن کردم تو ستینگ موبایلم قطع شد دیگه، تا دوباره مجددا لاگین کردم اومدم. سلام میکنم، تشکر میکنم از مباحث خیلی جدید و ارزنده جناب آقای شاددل. سوالم اشتباه تایپی زیاد داشت. قسمت آخر صحبت شما اشاره کرده بودیم به موضوع بسیار جالب و بدیعی برای علاقمندان به پژوهش‌های تاریخی و روندی که اخیراً در رابطه با بررسی متون چه تاریخی چه ادیانی غیر رایج هست و اون بررسی چگونگی شکل گرفتن یک روایت تاریخی و اشاره کوتاهی داشتید، چون زمان تموم شده بود، اشاره کوتاهی داشتید به فهم مؤلفه‌های ساختاری. سوال من این بود که اگر حالا در این میتینگ هم امکانش نبود، در جای دیگه این امکان وجود داشته باشه که راجع به دسترسی به این مؤلفه‌های ساختاری و توافق روی این مؤلفه‌های ساختاری بنا به فرهنگ‌های مختلف، مخصوصا اختلاف فرهنگی عمیقی که بین تمدن و برداشت‌های اسلامی و غیر اسلامی هست از متون، چه به اصطلاح ویژگی‌هایی رو جناب عالی میتونید بشمرید؟ یعنی روی مؤلفه ها دعوای اصلی ممکنه روی مؤلفه های ساختاری شروع بشه یا در واقع الان هم شروع شده. اهمیت یک موضوع در میان تمدن اسلامی یا فرهنگ مسلمانی با اهمیت اون موضوع در رابطه با یک فرهنگ غربی زمین تا آسمانه. شاید نمونه شاخصش حجاب باشه، شاید نمونه شاخصش عبادت های روزانه باشه، شاید نمونه شاخصش برای مسلمانان در غرب زندگی میکنن مسائل الکل و اینها باشه. این موضوع خیلی حساسیه، یعنی در واقع یه گریزگاه خیلی حساسیه که اگر عنایت کنید توضیح بیشتری بفرمایید خیلی ممنون میشم. خیلی ممنونم از این سوال شما. سوال اتفاقا جالبی هم هست و نکته کاملا به جایم، چون ما یکی از مسائلی رو که خب داریم توی همینا، مثلا میگم خب هیدن وایت بیشتر حرفایی که اون ابتدای امروز زد مبتنی بر مطالعات خودش توی تاریخ نگاری تاریخ به قول معروف اروپا، ولی خب ما توی این سالهای اخیر، دههای اخیر هم کارهایی داشتیم که به طور ویژه متوجه چیز بودن، یعنی مثلا کل صرفا تنها چیزی رو که از هیدن وایت غرض گرفتن این دیدگاه بوده، یعنی که ما میتونیم خود ساخت روایت رو هم بیاییم مورد مطالعه قرار بدیم. نیومدن بگن که نیومدن الزاماً همون کار رو که هیدن وایت، نتایج رو که هیدن وایت با مطالعه به قول معروف تاریخ نگاری اروپای فرزند پیشا مدرن یا به قول معروف مدرن متقدم کرده، اینا رو بردارن بیارن به قول معروف یک سره به کار ببندن برای مطالعه تاریخ اسلام. نه، اینا جدای از هم، یعنی صرفا این همچین کاری نکردن، صرفا این دیدگاه رو از هیدن وایت قرض گرفتن و اومدن بعد شروع کردن به مطالعه تاریخ اسلام و ببینن، تلاش کردن ببینن چه مؤلفه هایی رو میشه توی حالا به طور خاص توی مورد امروز ما توی مطالعه تاریخ نگاری صدر اسلام به قول معروف چیز کردن، یعنی اینها رو به کار بردن و یک سری نتایج پیدا کردن. این مؤلفه های جدید رو، این مؤلفه های خاص تاریخ نگاری صدر اسلام که یکی از مؤلفه های مهمی رو که ما توی تاریخ نگاری صدر اسلام داریم، یعنی مثلا یک چیزی هست به قول معروف، چیزی هم که حالا ابتداعا اشاره، یعنی جلوتر اشاره مختصری بهش شد، مسئله اسناد هستش یا همون سلسله روات هر به قول معروف گذاشت، چون ما تا همون دوره تا دوره های خیلی متأخر، نسبتا متأخر تا تقریبا دوره‌ای که میشه بهش گفت اواخر قرون وسطی توی جهان اسلام، حتی مورخین هم به طور جدی سعی میکردن، حالا با درجات مختلف، ولی خب سعی میکردن، یک سعی بوده بر اینکه اینها روات برای چیز خودشون رو ضبط بکنن، سلسله روات برای گزارشات تاریخی خودشون رو ضبط بکنن. با حالا افراد حالا به درجات مختلفی از چیز حالا دقت بسنده میکردن. اینجا شما مثلا تاریخ خلیفه ابن قیاد رو نگاه میکنید، میبینید که به اون صورت اسمی از چیز توشون برده نشده، از منابعش یعنی رواتی که از اینها روایت کرده برده نشده. بلازوری رو نگاه میکنید ببینید یک سری جاهایی میاره، یک سری جاهایی نمیاره. طبری رو نگاه میکنید ببینید اکثر جاها میاره، یک سری جاهایی باز نمیاره. بعد ابن عساکر رو نگاه میکنید ببینید ابن عساکر دیگه این رو به حد کمال رسونده، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر 80 جلده
که این رو اگر شما چیز بکنید، این سلسله روابط رو اسناد رو از این کتاب بیرون بندازید، میشه فکر کنم چیز دیگه میشه، اما تهذیب تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر که تهذیبش مال کی بود خاطرم از خاطرم رفته. بعد که تهذیبش 30 جلده، یعنی کتاب 80 جلدی میشه 30 جلد بعد اینکه اون روابط رو میریزیم بیرون، فقط نام روابط رو. این یک ویژگی خیلی مهم است توی تاریخ نگاری اسلامی که ابتدای هم بعضا افراد فکر میکردن فقط دست و پاگیره، یعنی ما مثلا یک سری بعضا تک و تو ترجمه هایی هم داریم از این منابع عربی به زبان های مختلف که این تو ترجمه هایشون چیزه اسم رباط دور میریزن برای اینکه ترجمه مختصرتر بشه. بعد ولی خب این خودش نعمت، یعنی به قول معروف یک ابزار بسیار قوی میتونه به دست ما بده برای مطالعه خیلی از جنبه های یعنی سیر تحول و رشد این روایت رو ما میتونیم در گذر زمان بررسی بکنیم و تبیین بکنیم، یعنی از طبقه را از به قول معروف خلیفه را بیافتیم یه روایت رو خود خلیفه داره، حالا مثلا چه فرض بکنیم مثلا یک جا مالا اسم راوی هم آورده خود خلیفه داره مثلا تو سال 240 میدادی این رو با این را سلسله روایات و فلان بباشت 240 هجری میاد این رو با این این مقدار شاخ و بال برای ما تعریف میکنه، بعد طبقه میاد توی سال به قول معروف 320 هجری این روایت رو با یک سری شاخ و بال اضافه برای ما تعیین میکنه، بعد با توجه به این سلسله رواتی که ما داریم میتونیم این فرایند رشد نمو این روایات رو اینجا کاملا بررسی بکنیم که خیلی به قول معروف ابزار قوی هستش، نه تنها ما میتونیم از این طریق در مورد تاریخ نگاری توی صدر اسلام اطلاعات جدیدی کسب بکنیم، بلکه حتی میتونیم با توجه به این ابزارهای اضافی که تاریخ نگاری اسلامی در اختیار ما قرار میده یک سری حرفای کلی تری هم بزنیم که به درد افرادی که تخصصشون تاریخ نگاری به طور کل هستش ولی بیشتر روی مثالهای کیس استادی های مطالعات موردی اروپایی و جای دیگه متمرکز هستن به درد اونها هم بخوره، یعنی ما میتونه قادر به این بکنه که یک سری حرفای حتی کلی تری هم بزنیم که به درد همه بخوره نه فقط مورخین اسلام. ویژگی بسیار مهمی هستش. یک ویژگی دیگه هم که خیلی مهمه ماهیت به قول معروف آنالیستیک یا تجمیعی منابع اسلامی هستش که میبینید که مثلا ما میایم توی چه میدونم افرادی مثل طبری ابن عساکر خیلی های دیگه میبینید که هر چی روایت در مورد یک فردی تونستن پیدا کردن، یک موضوعی پیدا کردن تونستن پیدا کردن جمع کردن آوردن اینجا که این هم یک ابزار بسیار مهمی هست. و بعد از طرف دیگه هم یک ویژگی سومی هم که وجود داره اینجا اینه که چون افرادی مثل طبری و دیگران یک دغدغه‌ای داشتن که ما حتما به قول معروف لیست روایات رو هم ابتدای هر روایت تا حد به حد امکان بیاریم، این نراتیو یا روایتی که اینها میسازن اون بیلدینگ بلاک هاش یا اون مؤلفه های سازندش مشخصه، چون اول هر کدوم لیست روایات اومده، این تابلوئه که کدوم قسمت رو کاملا واضح و مبرهنه که کدوم قسمت از کجا آوردن کدوم قسمت از جای دیگه، و بنابراین تقسیم این فرا روایت به روایت های سازندش مؤلف های سازندش توی به قول معروف تاریخ نگاری صدر اسلام برای ما بسیار ساده تره تا فرضاً تقسیم یک روایت به مؤلف های سازندش بر فرض مثال مثلا توی تاریخ نگاری اروپا در فرضاً قرن 14 میلادی. اینه که این ابزار بسیار قدرتمند این ویژگی های منحصر به فرد تاریخ نگاری اسلامی به دست ما میده برای مطالعه نه فقط تاریخ صدر اسلام بلکه مطالعه تاریخ نگاری به طور کل. خب اگر حالا این سوال های من امیدوارم حالا یعنی این توضیحات من امیدوارم حالا اون سوال اصلی شما اگر من درست متوجه شده باشم جواب داده باشه، اگر سوال دیگه ای هست یا توضیح لازم بود من در خدمتم، این توضیح بیشتر اگر شما بفرمایید که من بفهمم دقیقا حالا شما سوال شما رو پاسخ دادم یا خیر من در خدمتم. هر شبت که دو تا سوال دیگه اینجا هست، خانم جعفری هستشون روز بالاست، بخواید من دوباره ایشون اگر بتونن آن میوت کنن. بله بفرمایید. پاسخ خیلی در واقع مبسوط‌تر از چیزی بود که من انتظارش رو داشتم، ولی نقطه نظر و دیدگاه من این بود که غیر از بحث روات که منابع انسانی محسوب میشن، نگارش تاریخ به سنتی رو انجام دادن، آیا از این مؤلفات ساختاری وقتی شما نام میبرید مسائلی مثل
ساختارهای اقتصادی فرهنگی زمان ساخته شدن روایت یا مسائل حتی سیاسی، بحث قدرت، بحث مشروعیت در اون زمان آیا لحاظ میشه جز این مؤلفه که گفتم اختلاف نظر از اونجا شروع خواهد شد، یا در واقع دیدگاه هرمنوتیکی هم میشه جز مؤلفه های ساختاری یا نه؟ دقیقاً میشه. همون چیزی که حالا اول بحثم خودتر بهش سربسته تر اشاره کردم که حالا مثلا اینها نیومدن کار هیدن وایت رو کلن نتایجش رو بردارم بیارم و دیگران رو، نه فقط هیدن وایت رو، دیگران نتایجش رو صرفاً بردارم بیارم به کار ببندم برای مطالعه تاریخ اسلام، منظور من همین بود، صرفاً اون رهیافته و اون دیدگاهه که اینا مد نظر رو میدن. حالا وقتی شما میایید مثلا میگم تاریخ اروپا رو میخواید مطالعه بکنید، باید اون به قول معروف چارچوب فرهنگی خاصی رو که توی اون به قول معروف تواریخ اروپایی نگاشته شدن اون رو مد نظر قرار بدید. وقتی میایید تاریخ اسلام رو وقتی میخواید مطالعه بکنید، مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، اونی که حالا توی اون چارچوب فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی که چیز شد به قول معروف منابع به نگارش در اومدن، اون رو هم باید لحاظ بکنید. حالا مثال خاصی هم که حین بحث هم زده شد دقیقا در همین راسته بود که گفتم که فرزن ونزبرو اومد و اشاره کرد که فیلم مثلا تفسیر زایده یک چارچوب تاریخی متفاوتی هست نسبت به قرآن، که خب این یک بخشی، حالا این حالا مثلا نه تنها ونزبرو اومد، حالا یک تمایزی قائل شده بین چارچوب تاریخی که فرزن روایت اروپایی، منابع اروپایی توش به قول معروف نوشته شده با روایت اسلامی، بلکه بین روایت اسلامی و منابع عربی اسلامی که متعلق به دورهای مختلف هم هستن تمایز قائل شده، یعنی تفسیر رو جدا کرده از قرآن. و اگر این کتاب آقای آنتونی هم بخونید یک سری کارهای همینطوری کرده که خیلی جالبه، اگر مواجه بفرمایید به اون، اگر باز توضیح یا چیزی هست که نیاز از شما بفرمایید من دارم. ممنون، سپاسگزارم، وقت جلسه رو بیشتر از این نمیگیرم، موفق باشید. خب ما دیگه وقتمون رو به اتمامه، ولی دو تا سوال اینجا هست خیلی کوتاه اگر لطف کنید جواب بدین. یه سوال اینه که تو همین دورانی که غربیان مطالعاتی در اسلام داشتن، خود مسلمین هم تحقیقات جدی داشتن. سوال دوم، آیا در علم تاریخ تعریف مشخصی از دین وجود دارد؟ موجز مختصر. این که حالا سوال اول که فرمودن مسلمین هم تحقیقات جدی داشتن، حالا بستگی داره مسلمان به کی بگید شما. مسلمون یعنی منظور کسی هستش که ساکنه به قول معروف کشورهای حالا اصطلاحاً جهان اسلام، یعنی علمی روزا مد شده توی محافل آکادمیک غربی بهش میگن که کشورهای اکثریت مسلمان هستن. والا هست، همیشه هست، بوده هست. ما مثلا به قول معروف بعضی از این مطالعات تاریخ نگاری که در مورد تاریخ صدر اسلام داشتیم، یا مطالعات ادبی دوری و همسالامی که داشتیم، از به قول معروف کشورهای اسلامی اومده، عبدالعزیز دوری عراقی بود، به قول معروف احسان عباس لبنانی بود، و بعد کسایی هم هستن که حالا بین این دوتا بخش از دنیا حالا در رفت آمد بودن، مثل حالا یکی از دانشجوهای احسان عباس خانم پروفسور وداد الغازی هم که خب ایشون هم که خب تحصیلاتشون توی دانشگاه آمریکایی بیروت بود، شاگرد احسان عباس بودن، الان هم که خب استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو هستن و خب سالهای سال توی امریکا و جای دیگه بودن. و بعد داریم اینها را، اما حالا خب ما نمیتونیم حالا مسلمون اسم کی رو میذاره، حالا این که حالا به قول معروف که افراد حالا خودشون اعتقاد قلبی به اسلام داشتن یا صرفا از یک کشور اسلامی اومدن، که دیگه ما نمیتونیم بریم به قول معروف چیز برگزار بکنیم، حالا مثل به قول معروف یک کاتکیزمی بذاریم بگیم آقا کی حالا اینجا حاضره بگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، کی هم حاضر نیست. و بعد الان توی دنیای غرب هم همینطور کسایی هستن، ما همکارانی داریم الان حالا که الان دور همکاران ما هستن اینجا و فلان و اینا که از کشورهای مسلمان میان، بعضیشون هم خب واضح از ظاهر هم که خب خودشون هم این رو بیان میکنن که مسلمان هستن، بعضیشون هم خب ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم، اینا صرفا حالا اسم عربی دارن، اسم ایرانی دارن اینها، ولی خب زندگی شخصی خودشون به خودشون مربوطه، ما هم کاری نداریم. مادامی که حالا کار علمی اینا رو ما استفاده میکنیم و به قول معروف باش کار میکنیم، کاری به این نداریم که حالا اینا تو زندگی شخصی خودشون نماز شب میخونن، نماز صبح میخونن، چیز میخونن یا نه، اون دیگه به قول معروف خیلی ارتباطی به ما نداره. اما در مورد به قول معروف تعریف دین هم بله، یک چیزی هستش که البته ما بیشتر تو این حوزه حالا وارد
دو تا چیز میشیم، یک مطالعات ادیان یعنی یک تاریخ ادیان. خب اینم بحث مهم و دامنه داری است، بحث کوتاهی هم نیست، از اون بحثایی هم هست که آخرش جواب نداره معمولا، یعنی برمیگرده به نظر شخصی. و ما این رو توی مطالعات ادیان به ویژه و تاریخ ادیان داریم که حالا چی رو ما به عنوان دین تعریف میکنیم، چه مؤلفه‌هایی باید داشته باشه. وقت ما تمام شد، خیلی متشکرم از تمام دوستانی که حاضر بودن، دوستانی که سوال پرسیدن و از مهدی شاددل عزیز بخاطر اینکه وقتش رو در اختیار ما قرار داد در این روزگار اروپایی کرونا زده و با ما همراهی کرد در باره وضعیت اسلام شناسی به یه زبان خیلی ساده‌ای که در دسترس همگان باشد. همچنان که عرض کردم فایل ویدیویی ضبط شده برنامه رو تا یکی دو ساعت دیگه در ویدیوی در یوتیوب آپلود خواهم کرد و دوستان بعداً میتونن با حوصله و فراغبال این رو ببینن. خیلی متشکرم از مهدی شاددل عزیز و از همگی شما. شب همگی خوش. خداحافظ. شکر داریش عزیز.